گرفتن. علتش اینه که شما با ویزای توریستی اومدی داخل ایران و کار کردی. خیلی توی اینترنت توی فضاهای مختلف پلتفرم‌های مختلف دیدم که فیلمای از این دست گذاشتن و میگن این فرد اینقدر وقت داره چرا این اخراج. اما یه نکته دیگه، یه تعداد از این افرادی که اومدن نیروهای نظامی هستن و اینها رو اگر ایران تیرباران میشن اینها رو میکشن و خیلی هم تا حالا پیش اومده. کسایی بودن که از ایران دیپورت شدن، گاهی اوقات هنوز به خانه خودشون در افغانستان به استان خودشون نرسیده، بین راه اینا رو گرفتن و تیرباران کردن. خب اگر با اطلاع رد مرز بکنین یا رد مرز بشن، این قتله و این نمیدونم، باید اینا پایش بشن و اونهایی که جانشون تهدید میشه قطعا اینها رد مرز نشن. همین امروز خبر داشتیم که یک شنبه 19 قوس خیزش مردمی و این بنده خدا بعد از این ماجرای سقوط جمهوریت، اول که به دست طالبای پاکستانی آواره شده بود و کلی دردسر، از 50 میگذره، آدمایی که از ایران برگشتن و بعد اونجا تیرباران شدن، اعدام شدن، نه عضو جبهه مقاومت، نه چیز خاصی گفته، یک آدم آکادمیک دانشگاهی به لایو ما اومده. آقای سبحانی از همین استان تخار هست که دیشب استان خودش با چه گرفتاری، اونجا زن و بچه‌ش رو چند سال بود ندیده بود، رسید اونجا گرفتنش، چندین ماه در زندان بود، چه شکنجایی به من نشون داد، ناخناشو کشیده بودن و هیچ کارم نیست. تا باز چقدر رشوه داد و چقدر آدم واسطه کرد، ولش کردن. الان سر شب یکی از دوستان به من خبر داد، گفت که یکی از افسرهای سابقو گرفتن و انقریبه که اینو رد مرز کنن. در کرج گفت گرفتن، هر کارم کردیم، رفتیم عذر کردیم، زاری کردیم، ولش نمیکنه. و میگفت فردا صبح دارن میبرنش مرز، قسم میخورد و گفت این آدم شناخت. جنرال سریع هم زنگ زد، من رفتم اونجا گفتم آقا من خیلی تحقیرم هم کردن، میکشنش. آقا این که سمتی داره که تحل بکنید، این آدم ها رد میکنید اون طرف و خودتون هم قبول دارید که اینا کیان چیان. میدونید که طالب با اونا چه رفتار، افغانستان بخشی از واقعیت افغانستانی، که البته این حرف درسته، بله طالب بخشی از واقعیت افغانستانه، اما ایشون اینجوری نتیجه گرفتن که طالب با داعش میجنگه، لذا بخش ما باش تعامل بریم و به رسمیت میشناسینش. اگر اینجوری باشه، انبوی از گروه های تروریستی در سوریه بودن، النصره و چه و چه و با نام های دیگه با داعش میجنگیدن. طالب با داعش یه شوخیه، شما بهتر از ما میدونید. در دوره جمهوریت هم اینطوری بود، در دوره طالب هم اینطوریه، یه بخشی از داعش در خدمت حاکی ایاز نیازی، نمیدونم اون 10 تا اسم الان نمیتونم ببرم، اینا رو میزدن، بعد میگفتن خب داعش زد، بعد خودشون هم دستگل میبردن سر مزار طرف. این نیرنگو داره طالب میزنه، این که دلیل نشد که با داعش میجنگه، که نمیجنگه. حالا فرض میگیریم گفته شما درست باشه، داره میجنگه، مگه در سوریه گروه های تروریست با داعش بجنگه مقدسه و خوبه باهاش ارتباط بگیرین؟ در سوریه هم کلی گروه تروریست بود که با داعش میجنگید، با اونا بعد کنار میومدیم دیگه. آقا طالب گروه تروریستیه، هیچ وقت هم گروه داره. حکومت همه شمول ایجاد نمیکنه. جواب شما رو آقای امیرخان متقی داد، گفت ما ملزم به ساختن حکومت همه شمول نیستیم. زندان میکنین این بچه ها رو، با وجود قول عفو دادین. با جنرال سری صحبت کردیم، من قبلش یه خبر خوندم، یه بدبختی که در ایران هست، خانومش در اونجاست، خانومش تاجیکستانی هست در افغانستان، خانومش رو گیرم تا تونستن کتک زدن. یا در فاریاب اون صدا رو چند بار برای شما پخش کردن، اون آقایی که در فاریاب گریه میکنه میگه در شب سالگاه زمستان اومدن خونه من، بعد با گریه میپرسه میگه آیا میشه یک زن رو در جا طلاق داد، همونجا به عقده یکی دیگه داره برد، میگه اومدن خونه من مسئولین طالبان استان فاریاب، در جا زن من طلاق دادن، همونجا یکیشون زن من عقد کرده با 4 تا بچه، بچه ها رو انداختن گردن من، 100,000 افغانی هم از من پول گرفتن رفتن.
اینا اگه داعش نیستن چی هن؟ بله داعش نیستن، داعش بدترن. وقتی رسما وزیر کشورشون اعلام میکنه همین الان ما چند هزار تا نیروی انتحاری داریم، ای آقا خجالت بکشین. طالب و جنبش اصیل منطقه نمیگن شما دست بردار نیستین. اگه زورتون به طالب نمیرسه که مجبورش کنید. خیلی خوب، من در انتهای برنامه دوباره باز یه صحبتی میکنم. دوستان شماره تلفن دیگر منو دارن، یک تلفن رو زغال سنگی دارم که چیزشم پریده، این یک گوشه چیزشم خرابه، اینطوریه. این اگر که هست مسئولی که صدای منو میشنوه، این شما نکنید اینا رو رد. برای چند نفرشون من خودم واسطه شدم، بعضی هاشون ثمر داشته، بعضی هاشون نه، رد مر شدن رفته. بگذاریم، من ببینم اگر نجیب جان درخواست دادن اضافه کنم. بله نجیب جان باربر درخواست دادن. من میخواستم یک سری خبر بخونم ولی چون لایو امشب ما لایو شلوغ و داغی هست، احتمالاً مسائل متعددی مطرح بشه که خیلی برای شما جنجالی بشه، سعی میکنم ابتدا آقای نجیب رو بیارم بالا و بشنوم صحبتشون رو، بعدن اگر وقتی شد در انتها به خبرها میپردازیم. عزیز دل برادر جناب حسن آقای آقا میری هم دیدم که در لایف هستن، سلام، حوصله داشته تشریف بیارید، با افتخار در خدمت شما هم باشیم. یا بقیه دوستان، اغلب شبها جناب آقای آقا میری هم میبینم هستن، اگر در لایف بودن و دلخواهشون بود که تشریف بیارن بالا یه پیام بدن تا ما اضافهشون کنیم با افتخار. من براتون دعوت فرستادم، اضافه بکنید و امیدوارم که مشکلی نداشته باشه اینترنت. فکر کنم سمت گوشی رو باید برگردونی نجیب جان، الان به اون طرفه. نه نه نه، گوش به طرف چهره تو نیست. آه حالا درست شد، حالا افقی کن. آره درست، به به چه چپنی پوشیدی، به 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 به. خوش آمدی. علیکم السلام، خوش آمدی نجیب جان. بفرمایید اگه مقدمه ای. سلام علیکم دارید، بفرمایید، بعد من در خدمتم. صدا و تصویر همه چیز درسته؟ عالی، همه چیز درسته، مخصوصا با این چپنی که پوشیده. حسودیم شد، یک از این چپنا برای من بذار کنار. حتماً در خدمتی. بر فراز بام این محجر آفتاب نیست، از بلندی ها و آن بالا نشینان بازتابی نیست. کابل ای کابل، زخمهایت را مکن اوریان، مرگ از بیچارگی هایت نمی شرمد، قاتلت را در مقام هیچ کس چون و چرای نی حسابی نیست. کابل ای کابل، با شهیدانت تفاهم کن، آدمیت بی مروت فتنه افکنده است، باش تا بر روی این بیچارگی ها بی گناهی ها دیگ بیدادش چه می جوشد. راه نیست نعش بی مقدار مردان و زنانت را در خیابان های سنگین گوش خاموشی جواب نیست. هیچ آهن پوش آهن گوش را زان سوی نیست، هیچ کس در هیچ جای بستر تاریخ پیش از این و بیش از این مظلوم نگذشته است. آی شهوت کشته دستان بی دردی، آی مقتول کفن نایافته، حابیل تنها مانده پایان قرن بیست، گرده هایت را بدندان بند،
بی دفاعی هات را با خاک خسته خاک خونین در میان بگذار. باش تا فرعون مادرزاد از تماشایت لبی خندد، آسمانت را به خون و ماتم و بارودت سرود کوچ و از غروبت سوگ میتابد. هیچ ماه در گلوگاه بزخمندودت آرامش نمییابد. کابل ای کابل، من تو را و بی کسی های تو را تصویر خواهم کرد. من تو را در شعرهای خیش گور خواهم کرد، گریه خواهم کرد با هزاران زخم ناسورت، وزن خواهم کرد خونت را با غزلهایم. من تو را با طبل خونین خودت آواز خواهم خواند، دردهایت ساز نامیمون بربادیت را تر خواهد کرد در پهلوی صبرا و شتیلا آزمونت را. عرض سلام و ارادت خدمت شما و همه دوستانی که در حال حاضر ما را می‌بینند. شعر قهار آسی به عنوان و کابل همیشه ویران و کابل همیشه در معرض تهاجم و تجاوز در خدمت هستیم جناب استاد. زنده باشی. من از عزیزانی که سوال دارن خواهش میکنم سوالاتی که از آقای بارور دارن توی بکس سوالات بفرستن. اونا یکی یعنی از پلتفرم‌های دیگه دارن ما رو میبینن، از یوتیوب و ایتا و جاهای دیگه، اونجا سوالاتشو بنویسن. دوستان ما برای ما در گوشی تلفن دیگه میفرستن، ما سوالات رو منظم میپرسیم. انشالله آقای بارور هم خلاصه تر سوالات رو اگر جواب بدن ما میتونیم سوالای بیشتری بپرسیم. صدیق جان شباب هم در لایف هستند، از خواننده ها و پوزیسین های بسیار سرشناس و مشهور افغانستانی. شباب عزیز بسیار خوش آمدی، خوشحالیم که همراه ما هستی. بیا از نشست ها شروع بکنیم. این مسکو و دوشنبه و در وین و خیلی کوتاه اگر بگی، حالا قطعا تو هم اخبار دنبال میکردی، چطور بود؟ اینها به نظرت مؤثر خوبه، ادامه پیدا کنه نکنه، اتفاق جدیدیه نیست؟ نظر تو به عنوان یه آدمی که به هر حال علوم سیاسی هم خوندی درباره این نشست‌ها چیه؟ به نظر من نه در بینش شاعرانه من و نه در بینش سیاسی من، عشقری یک مفهومی را در شعرش افاده میکنه، میگه تیر خونالود را به طرف صیاد بردن آرزوی مرغ. این نشست به نظر من نشستی است که در کوپایه های هندوکش برگزار شود، صدای ما به صدا در بیاید نه صدای ما. اینها که برای ما و شما معلومه کیان، مگر ما واضح‌تر از این میتونستیم باش؟ من زیاد خوشبین نیستم و نه برای این که این جلسات تأثیری ندارن، شاید تأثیرگذاری داشته باشد. هر چیزی در نفس خودش به نظر من ساعت برگزار میشه، ولی به نظر من نتیجهش از این را روشن است جناب استاد. در این جلسات و در این گرده همایی ها به نظر من آنچه که ما به دنبالش هستیم به دست نمیاد. البته من بحث خواهم کرد که چرا ما از نظر گفتمان روایتی، من فکر میکنم به عنوان نجیب بارور که انحراف داریم. وقتی انحراف با وجود میآید، گفتگوها و این جلسات در محور اون روایت گفتمانی، در محور اون مسیر مورد ارزیابی قرار بگیرد. اروپایی ها
20 سال پیش 22 سال پیش جناب استاد در بن یک اساس بسیار ناشیانه را در افغانستان ریختند که ثمرهش امروز وضعیت ما است. هیچ کسی بهتر از خود ما به این منطقه و این محیط نه مشکلات ما رو میفهمه و نه راه حل های ما رو میشناسه. خود ما روبرو بیایم بشینیم، اگر طالب میکشه بکشه، ولی حداقل بریم روبرو شویم با این واقعیت. نجیب جان، این نوشته های روی تصویر اگه اذیتت میکنه من خاموش کنم، اگه نه که باشه برن بنویسن دوستان. من اصلا به اونا نگاه نمی کنم استاد. خب خیر است، من سوال بعدی رو بپرسم. یک نکته رو الان من در ادامه همین سوال اگر ازت بپرسم، به هر حال جبهه های مقاومت نسبت به بقیه مجموعه های مشابه خودش، جبهه ملی مقاومت داره سعی میکنه، به باور من اگر در میدان کمی دستش پایین آمده در حوزه دیپلماسی دست بالا رو بگیره. توضیح بدم که در واقع چیزی رو که فهمیدم شرح کنم، بذار از خودت بپرسم. معتقدی مثلا انحرافی ایجاد شده؟ آیا فکر میکنی که کاری که باید بشه در حال انجام نیست، بلکه مجموعه آمده یه کاری رو داره میکنه که الان زمانش نیست؟ یه مقدار بیشتر باز کن اینو. جناب استاد، قاطعانه یک جمع این بود که تحت هر شرایطی ما از حقوق اساسی و از حقوق مشروع خود ما دفاع بکنیم. این بار یک بار تقلب شد، تزویر شد، فشار سیاسی شد، دو بار شد، سه بار شد، ولی بیاید استاد شدیم یک بار. در همان زمان دوستان ما فکر میکردن که با دیپلماسی میشه این مسئله را حل کرد، ولی دیپلماسی کارش این بود که یک سهم سیاسی بسیار محدود به عنوان اشتراک سیاسی در نظر میگرفتن، صلاحیت پیش اشرف غنی، تصمیم گیری پیش اشرف غنی، پول پیش اشرف غنی، نهادهای مهم پیش اشرف غنی، یک چند وزارتی هم برای دکتر عبدالله میدادن. یعنی این بود ثمره دموکراسی، دیپلماسی. الان هم که ما در یک موقعیت جنگی هستیم، در اون زمان که حداقل مردم داشتیم، جغرافیا رو داشتیم، رأی مردم داشتیم، دیپلماسی برای ما فقط در حد 4-5 تا وزیر میتونست ارمغان بیاره. در شرایط امروز که مردم به جنگ آمده، مردم در شرایط بد اجتماعی قرار دارن، جناب وزیر خارجه ایران فرمودند که طالبان یک واقعیت اجتماعی است، بله، ولی یک واقعیت بد اجتماعی، یک واقعیت زشت اجتماعی. تنها برد طالبان در این است که در ذیل یک مانیفست شرقی آمدند، در امروز هم از این طرف باش میگیرن، هم از طرف باش میگیرن، دیگه کدام واقعیتی ندارن. یک واقعیت تروریستی، بنیادگرا، قومی، فاشیست تا زشت افغانستان. حالا من به دیپلماسی در زمان جنگ باور ندارم جناب استاد. فعلا زمان جنگ است. دیگر از این بیشتر چی باید شود که ما بجنگیم؟ دیپلماسی به اصطلاح وضعیت زمان صلح است، وضعیت زمان برقراری است. امروز بر سر خانه های ما تهاجم شده، تجاوز شده، بر زنها و مردهای افغانستان تجاوز شده. دیپلماسی چی به درد ما بخوره؟ حالا دیپلماسی شاید به درد بخوره، اما با کی؟ با امینایی که کشور ما رو تحویل طالبان دادن؟ با امینا دیپلماسی بکنیم؟ اینا که مشخص کردن، اینا که وضعیتشان رو مشخص کردن، نه پروای آبروی بزرگ افغانستان کردن، نه پروای آبروی زن افغانستان کردن، نه پروای آبروی طفل افغانستان کردن، نه پروای آبروی سیاستمدار و نمیفهم
خبرنگار و حتی همواره امونایی که طرفدار اینا بود، نه حتی احترام طرفدارای دموکراسی رو کردن، یک شب کابل رها کردن، با برادرای خود تصمیم کردن ما با اینا دیپلماسی بکنیم. اینا که مشخصه. یه لحظه ببین، توی این سمیناری که من دادم در دوشنبه خیلی این موضوع بحث شد، حتی یه نماینده پارلمان پاکستان آقای داور اونجا بود، محسن داور، ایشون گفت که یه زار مسئله پشتو گفت که کسی که با سلاح اومده با سلاح باید بره. این حرفا ببخشید اینو میگم، بعضی میگن خیلی قشنگه خیلی خوبه، اما خب بدیلش چی؟ خب کو الان چیزی وقتی دستت نمیرسه، در توانت نیست، باید از همون حداقل هایی که داری استفاده بکنی. الان شما جای رهبران مقاومت، هیچ کشوری بهت رو نمیده، همه بهت پشت کردن، مجروح تو نمیپذیرن، حتی اجازه بهت نمیدن یک لوحه بزنی. تمام کشورهای همسایه دارن سعی میکنن به طالبان به دید فرصت نگاه بکنن، ارتباط میگیرن. ما هفته 60 میلیون دلار امریکایی‌ها بهشون پول میدن. خب چیکار؟ حداقل کاری که ازشون ساخته است این، اونا استدلالشون اینه. میخوام بگم فرمایش شما درست، الان وقت این گپا نیست، وقت این که هست که به تعبیر اون نماینده پارلمان پاکستان که کسی که با سلاح اومده با سلاح بره. اما وقتی راهش نیست و باید به تعبیر روسا گاماس گاماس رفت تا به اونجا رسید، آیا از همین راهگذر دیپلماسی نمیشه به اونجا رسید؟ به هر حال ابتدا شرکایی پیدا کرد بعد رفت. این بخش صحبت تو که آقا بله ما نریم سراغ همون کسایی که افغانستان تعریف طالب دادن، اما مثلا نشست مسکو به نظر من شروع خوبی بود. مسکو که جزء مجموعه نبود که افغانستان تحویل طالب داد، یک کلش های اینطوری هم به نظرت لازم نیست؟ ببینید دوستان، من فکر میکنم حداقل تجربه هایی که ما از جنگ هایی که در این جغرافیا اتفاق افتاد داریم، برای من نجیب بارور، مسکو و امریکا در منزله یکسان قرار میگیرد، در دشمنی با من. صدمه ای که جغرافیای فرهنگی ما از دست روس ها خورده، از دست انگلیس ها با اونم قدر استعمار و تهاجمش نخورده. همه آسیای میانه امروز توسط روس هویت شویی نشده. مگر بیایید بپذیریم که نه، هیچ کس، خود ما در چارچوب خود ما، در چارچوب گفتمانی خود ما، حتی اقل در چارچوب گفتمانی جهان اسلام، در چارچوب گفتمانی جغرافیای فرهنگی و فارسی و تمدنی به یک نتیجه برسید. من ببخشید همینطور که ادامه میدیم من این گلدونه رو درست کنم، این ممکنه بیفته رو کله من. تو صحبت تو بکن، من اینو درستش کنم. ادامه بده. روزها بر سرزمین های ما یورش آوردند، در خانه های ما یورش آوردند. آنقدر بمبی که روزها در سر جغرافی های ما در پنجشیر انداختند، هیچ ملتی بر سر هیچ ملتی نریختند. طفل های ما را در گواره سوزاندند. مگر اینها همان هستند به لحاظ گفتمانی، یا اینها تغییر کردند، آمدند مسلمان شدند، قرائت ما رو پذیرفتن، یا امو دید کمونیستی رو دارن؟ امریکایی ها امو امریکایی هایی هست که ما میشناسیم، اروپایی ها امو اروپایی هایی هست که ما میشناسیم، و روس هم امو روسی هست که ما میشناسیم. عزیزم سب کن، در سیاست دوست دائمی و دشمن دائمی وجود نداره. تو که تا ابد نمیتونی با روس ها دشمنی کنی. بیا جناب استاد، در سیاست دوست دشمنی و دوست دائمی و دشمن دائمی وجود نداره، ولی تعریفی که این قرائت ها میدن اصلا در نفی دیگری تعریف میشود. امروز آسیای میانه هویت شویی شده با یک ستمگری آشکار در همین کشوری که شما هستید، دوشنبه تاجیکستان که امروز واویلای بعض فارسی گرایی هم از اونجا سر داده میشه که ما استقبال میکنیم. ملت تاجیک هویت شویی شده یا نشده جناب استاد؟ کی کده ایره؟ اینا دوست ما نیستن. برای ما نشانه های وجود داره که نشان میده که انگلیس دوست ما نیست، آمریکا دوست ما نیست، حتی همین روس ها دوست ما نیست. شاید به لحاظ این جنگ های بزرگ در اون مفهوم شرقی با ما قرار بگیرن، ولی هیچ وقتی پروای از این ندارن که بر سر ما چی میاد.
همان گونه که امریکایی ما را قمار زد، روس هم ما را قمار میزنند. ما در چارچوب گفتمانی خود ما باشیم، ولی اقل در جهان اسلام چی ضرر میکنند؟ خب جهان اسلام، آقای نجیب تو قبول بکن بخش عمده ایشون شما رو مجوس میدونه، عرب که اصلا قبول ندارن شما رو، تا که میبینن با وجود اهل سنت هستید، تا که میبینن فارسی حرف میزنید بک میکنن شما رو، پشت میکنن به شما. این از این بخشش. از طرف دیگه اینقدر اونها مشغول اسرائیل و اون جنگ غزه و مسائل فعلی خودشون هستن که افغانستان رو فراموش کردن. از یاد نبر که بخش از این دردسری که اینا درست کردن و پیسه دادن به طالب و اینها، همون کشورهایی بودن که در مجموعه جهان اسلام دسته‌بندی میشن. غیر از اینه؟ خب در یک مفهوم کلی آنچه که طالب امروز میاندار او روایت بومی افغانستان شده، از این حقیقت نباید انکار بکنیم جناب استاد. طالب امروز میاندار یک روایت است که محور حمایت کشورهای اسلامی به شرق است. این روایت چیست؟ همان روایتی است که با همین روایت امیر ابوالبلا خان کلکانی، امیر امان الله خان از جغرافیا راند در آن. همین روایت بود. با همین روایت احمد شاه مسعود خلقی ها و پرچمی ها را از جغرافیا دواند یا ندواند. همین روایت بود. امروز همین روایت افتاده در دست طالب کی رو بکشم؟ اونهایی که 20 سال امریکایی رو در افغانستان آوردن. مگر من تاجک وقتی که پشتونها رو از جغرافیا دواندم، وقتی که پشتونهای خرقی و پرچمی رو از جغرافیا دواندم، کدام دستاویز در پیشم داشتم؟ شمشیر داشتم؟ قدرت داشتم؟ یا او روایت شرقی و بومی و اسلامی رو داشتم که رو بیرون کردم از جغرافیا؟ امروز این روایت در دست طالب افتاده. به خاطر چی؟ به خاطر اشتباهات 20 ساله همین آدمایی که امروز در چهار طرف این برادر ماست. امروز قرار بود که لحن من یک لحن دیگری باشد، ولی من به خاطر تماس‌های مکرری که دوستان برقرار کردند، دوستان خودم و از جمله دوستان عزیزی که الان در صحبت هستیم با اینها، من گذشتم از خیلی مسائل، ولی می‌خواستم جزئیات را بکنم از اشتباهاتی که در 22 سال یا 20 سال گذشته انجام شده. این اشتباهات ماست که امروز طالب در برابر ما به اصطلاح تشجیه کرده و جهان اسلام هم از همچین یک روایتی پشتیبانی میکنه. هر کسی که بیاید در جغرافیا و مبتنی بر دیدگاه بومی سیاست بورزه، حتی اگر با قساوت و با بنیادگرایی و با تهجر طالب باشه، مورد پذیرش است. شما به عنوان یک سیاستمدار در افغانستان یک حکومت دست نشانده مفلوک مثل کرزی و غنی و همساله همه دوست دارید باشد، یا یک حکومت مثل دکتاتورانه مثل طالب؟ برای کشورهای شرقی، برای جهان اسلام طالب یک انتخاب شده. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه ما متهم هستیم به آوردن استعمار در جغرافیا، در حالی که این اتهام باید مال اشرف غنی می بود، مال آمد کرزی می بود، مال او آدم هایی که در تیاره های امریکا آمدن، در هواپیما های امریکا آمدن، مال اینها می بود. ولی عاقبت نیندیشی سران بزدل و بیسواد مقاومت که بعد از احمد شاه مسعود رای خود را گم کردن، امروز ما را متهم کرده در دید جغرافیا، در دید جهان اسلام، در دید همسایه ها که شما با استعمار هم کاری کردید. آقای نجیب عزیز من، به هر حال شما معتقدی که توی صحبت شخصی هم داشتیم که یک انحرافی صورت گرفته و از بخشی از اون صحبت گذشتم، شما واقعا معتقدی که مجموعاً، حالا مشخصا چون الان کلی جبهه هست که ادعای مقاومت داره، هم از اون شورای عالی مقاومت که در ترکیه هست، جبهه ملی مقاومت که هست، آزادی که هست، آزادگان که هست، نمیدونم وطن، صد تا جبهه درست شده، معتقدی که الان این بخشی که نام مقاومت رو با خود من با آقای احمد مسعود به عنوان احترام قائلم، نه به خاطر اینکه او امروز میاندار یک جبهه است، بلکه
زمانه هایی که اصلا کسی بهش توجه هم نمی کرد ما با ایشان در ارتباط بودیم. دلیل از امو حق و حرمتی که نسبت به مجاهدین داریم، به احمد شاه مسعود داریم، ستایشش هم کرده ایم. ولی فکر می کنم که بیتوجهی زیاد شده. حالا اینها آگاهانه است یا غیر آگاهانه است من نمیدانم، ولی دو سال میشه ما و شما استاد یک بار شاید یک سال پیش صحبت کردیم، من اون حرفا رو دیگه تکرار نمیکنم، ولی از همون یک سال پیش تا امروز کمترین اصلاحاتی که نه تنها من که خیلی از دوستان و وطنداران و وطنداران داخلی و بیرونی، حتی استانهای دیگر، بزرگان استانهای دیگر، بزرگان افغانستان، توقعاتی که داشتن برآورده نمیشه. یک عده در اینی اطراف جناب عامر صاحب احمد مسعود چنان تنیدن و چنان حتی باعث سوء تفاهم‌هایی هم شدن که انگار که اینها خیلی مهم هستند که باید خیلی از آدم ها قربانی شوند، خیلی از آدم ها نادیده گرفته شوند، ولی اینها همچنان بر بودنشان تاکید و تمرکز شد. جبهه با یک انتقادهای روبروست، یعنی ما ایره هم در سطح کلان، در سطح این که صلاح الدین خان ربانی چی خواسته ای داره، امیر صاحب اسماعیل خان چی خواسته ای داره، جناب عطا محمد نور چی خواسته ای داره، جناب عبدالرشید دوستم چی خواسته ای داره، جناب محقق و خلیلی و اینا چی خواسته های دارن، چی توقعاتی دارن. یک انتظاراتی در این سطح هست، یک انتظاراتی هم در سطح کوچکتر هست. امروز حتی تقابل های محلی به وجود آمده. بدخشانی تخاری را قبول نداره، تخاری اندرابی را قبول نداره، اندرابی پنجشیری را قبول نداره، پنجشیری هیچ کدامش را قبول نداره. اینها در زمانه جنگ و این نفاق ها در زمانه جنگ تشدید شدند و عواملی داشتند. ما عوامل پیدا کردیم. با حفظ احترام به خانواده عامر صاحب احمد شاه مسعود، حضور امثال جناب احمد ولی مسعود که در این 20 سال گذشته هم یک برنامه داشت به نام وفاق ملی، ما این دفعه میدیم که در آخر چی شد، یعنی به حتی برایندشه برای ما نشته نکدن که همه قدر جلسات پول مصرف جمع کویی. و جناب احمد علی مسعود یک بار در پنجشیر کاندید شدن، آقای حکمتیار از اینا بیشتر رای آورده بود در پنجشیر در زادگاه خودش. این چی معنا میدهد؟ معنایش این است که اینها از بافت اصلی گفتمانی خودشان مطرود شده بودند، دیگه مردم به اینا علاقه ای نداشتند. امروز آقای احمد ولی مسعود همکاری جبهه است، علایق احمد ولی مسعود علایق جبهه است، سلایق احمد ولی خان مسعود سلایق جبهه است. من نمیگم، مردم میگن این را. صد نفر میارم در پیش رو جناب استاد استاد میکنم که همین حرف من را بازگو کنم. در مورد ماماهای جناب احمد مسعود مردم دیدگاه دارن، گپ دارن، سخن دارن. خانوادگرایی بکنیم، همه باید بیایم و همه کارا باشیم. یک نفر یک دستیارش بلخی باشه، یک دستیارش بدخشانی باشه، یک دستیارش هراتی باشه، یک معاونش هزاره باشه، یک معاونش ازبک باشه، یک معاونش پشتون باشه، یک سخنگویش یک رقم زبان بفهمه، یک سخنگویش دیگه زبان گپ بزنه. مردم حرف دارن در مورد ساختار جبهه و ما این را برای آقای احمد مسعود گفتیم. برادر امین، من نجیب بارور اگر کدام روز پیش تو آمدم که برای ما یک وظیفه بده، او وقت باز تو بیا بگو که شما
به خاطر خودتان این همه حرف میزدید، ولی نه بسازید که هر کسی در روش بیا خودش ببینه. مردم متهم میکنن شما رو به این کار، ولی بازم میبینیم که اونمو گفت، اونمو سخن، اونمو برادر، اونمو کاکا، اونمو ماما، اونمو داماد، اونمو خواهر زاده، اونمو برادر زاده. این کار آسیب است در زمانی که ما به یک رسالتمندی نیاز داریم. دیگه زمان خیشخوری، خواهرزاده خوری، دکتر عبدالله رو ما میبردیم در انتخابات بالا میکنیم، بالا میکنیم، وقتی امتیاز که میشد خواهرزاده خود میفرستاد به عنوان وزیر. یک ننگ بود برایش، یک ننگ برایش ماند. نه وزارت ماند، نه قدرت ماند، نه صلاحیت ماند. امروز مثل کرزی در روبهان افتاد. خب از این مسیر درس عبرت بگیریم، اشتباهاتی رو که دیگران کردن نکنیم. ببین نجیب جان، دو تا نکته هست. تو من و تو خیلی با هم دوستیم و میدونی من چقدر آدم صریحی هستم و به تعبیر مشهدی ها باج نمیدم به کسی. در مورد بخش اول صحبتت که گفتی بیایم ببینیم استادت ها چه خواسته ای داره، آقای اسماعیل خان چه خواسته ای داره، آقای محقق چه خواسته ای داره، اونهایی که در آنکارا هستن، اولین سوال اینه که احمد مسعود مگر در چه موقعیتی قرار داره که باید خواسته های همه اینها رو احمد مسعود پاسخ بگه؟ چرا اینا نباید خواسته احمد مسعود رو پاسخ بگن؟ اینها کلانایی بودن که پول و قدرت و امکانات همه دست اینا بود. احمد مسعود که بیچاره هیچ کاره بود، که نه سمتی داشت نه به خیلی بدم میاد، نه من رابطومی احمد مسعود نیستم، اما من ذهنیت شما رو داشتم در مشهد، حتی باعث شد یک سال دایوار تعطیل کردم، با خودم گفتم بیفایده است. آمدم دوشنبه یه چیزای جدیدی دیدم، دیدم بعضی از این چیزایی که گفته میشه، همین الان شما گفتید، من اینو نمیگم، کلی هم مردم میگن، اغلب این مردم اطلاعات کافی ندارن. بخشی از این گلایه‌ای که تو میکنی وارده، قبول دارم، بخشش هم نیست. الان مثلا میگید بدخشانی باشه فلان، آقای قدمشاه اینجا هست، نمیدونم از برادرای هزاره یکی هست من دیدم، نمیدونم از شیعه ها برادر اهل تشیع شیخ مشغول کنارشون آقای نظری هست، از اقشار مختلف اگر بخوای قومیتی نگاه بکنی هست، که ضمن اینکه من اینو آفت میدونم، باید بر اساس توانایی، بر اساس نخبه پروری آدم ها کنار ایشون جمع بشه، نه لزوما بر اساس قومیت. این یک. دوم، شما وقتی که میای در مجموعه میبینی اینقدر سمن هست که یا سمن توش گم میشه. الان تو اعتراض داری میگی آقا در مورد کشورهایی که ما میریم سراغشون، مگر روسها کمتر بلا از امریکا یا سر ما آوردن؟ درستم میگی، اما چاره چیه در دنیای سیاست؟ الغریق و تشبث به کل هشیش. شما در موقعیتی هستید به عنوان جبهه مقاومت، به عنوان جریانی که میخواد مقابل طالب بیسته، هیچ کس دستتو نمیگیره. مردم داخلم کوب کردن، از همون دوره‌ای هم که خود عامر صاحب تونست وقتی که 10% خاک دستش بود بروز بکنه و بزنه طالب و عقب، دوباره فتح بشه افغانستان، مثلث تهران و دهلی و مسکو اومدن پشتش. همون موقع هم بود عبارت عامر صاحب و یادت در پاریس، وقتی طرف ازش پرسید گفت تو یک دوره‌ای از امریکایی‌ها پول می‌گرفتی، با روسا می‌جنگیدی، حالا از روسا پول می‌گیری با امریکایی‌ها می‌جنگی، و تلویحا داشت بهش میگفت تو مزدوری. اون گفت، به اون آدم گفت که ببین آقا جان، من تا وقتی که کسی کمک بکنه و از من بردگی نخواد، از من انتظاری نداشته باشه، من گفت پیسه آمریکا رو گرفتم در دهان روس دادم، پیسه روس رو میگیرم در دهان آمریکا میزنم. الان در واقع توصیه تو اینه که، من دارم ترجمه میکنم، اگه حرفم درسته تایید کن، توصیه تو اینه اگر دارید کار دیپلماسی میکنید و میرید کمک بگیرید، مراقب باشید که این کمک ها باعث نشه شما یک تعهداتی بدید به طرف مقابلتون که بعداً توانایی برآوردش رو نداشته باشید و مردم به خاطر اون تعهدات ازتون دور بشن. کمک گرفتن از روس ها باعث نشه که فردا شما نفر روس بشید. منظور تو اینه؟ وگرنه اصل این که شما در دنیای امروز دیپلماسیت قوی باشه که بتونی از هر کشوری در اون قسمت هایی که با تو همسو هستن کمک بگیری چه اشکالی داره؟ الان به نظر تو با این لحنی که درباره روسیه صحبت کردی، ما باید بزنیم روسیه رو بزنیم کنار؟ خب حالا که اومده توی جبهه شما، همسویه طالب دشمن مشترک شما و روسیه هست، ایران هم داره به همین سو چرخش میکنه، چه اشکالی داره این اتفاق بیفته؟ بعضی از اینا به نظر من فقط باید راهکار داد، نباید انتقاد کرد صرف، وگرنه شما الان بدیلش رو معرفی کن. میگی نیرو خود مردم، خب بله خود این مردم
توانای مالی به کار داره، توانای لوجستیکی به کار داره، سلاح به کار داره، نمیدونم درمان مجروح به کار داره، یک جایی باید این اتفاق بیفته دیگه. بله جناب استاد، شما از جناب آقای مشکور کابلی نام بردید، من نشان تازه ببینم، یعنی مسائل افغانستان برای ما مشخص است. اونجا که ها از جامعه تشیع نمایندگی میکنند، که ها از جامعه تسنن نمایندگی میکنند، که ها از جامعه ازبک نمایندگی میکنند، که ها از جامعه هزاره، اینا مشخص است. حتی یکی از ملاحظه های من به جناب احمد مسعود امین بود که این برادر بزرگوار ما را با این لباس روحانیت به مجالس اروپایی ها و غربی ها نبرید. اونها با این لباس و با این تفکر مشکل دارن، جنگ دارن، تزیین نکنید. ایرانی ها خوششان نمیاد، شاید دیره نگوین، ولی از این کار ما خوششان نمیاد. چرا ما به خاطر یک فردی که خب شما آیا فکر میکنید که یک اروپایی اگر بدانه که مثلا این آدم در محور قرائت شیعی و همون محور قرائت به اصطلاح جنگی شیعی علیه غربی ها و استعمار است، آیا اون اجازه میدن با اون لباس برده بشه سایر شود؟ بنان تزئین سازی نکنید برای کسی. جامعه شیعی، نمایندگانش، سیاستمدارانش، گپش، سخنش برای ما مشخص است. جناب استاد، ما زندگی کردیم در جغرافیه، برادر ما کی است؟ از کجا آمده؟ اصلا ما نمیشناسیم اینا. به هر حال اینها نگاهای روزی. یک پرانتز اینجا باز کن. خیلی خود شما و خیلی از جوانهای مثل شما میگن آقا ما خسته شدیم از بس که مثلا اسم ازبک ها که میاد نماینده معلومه آقای دوستو، اسم شیعه ها میاد آقای خلیلی. آقا اینا تا آخر چند نسل اینا میخوان بیان، بعد باز بچه هاشون بیان، باز اتفاقا یک عده باز عکس تو اعتراض میکنن، میگن اینا باید تبدیل بشن، باید نیروهای جدید جایگزین بشه. شما باز میگی اینا به ما معلومه، همونا باید باشن. آیا به نظر تو این ایراد نیست؟ این حرف تو مشکل نداره؟ جناب استاد، امروز مردم ازبک همچنان از مارشاس دوستم فرمان میبره. گیره که نمیتوانیم این کار بکنیم. امروز اگر جنرال دوستم بخواهد ترکا به اصطلاح از او ناگزیری ها رهایش بکنن، شمال افغانستان میتونه بگیره. همین قسم صلاح الدین خان ربانی رهبر جمعیت از یک واقعیت سیاسی است. همین قسم استاد عطا محمد نور یکی از رهبران سیاسی است. همین قسم استاد محقق و خلیلی اینا همچنان رهبران یک طیف از مردم هستند. اینا در ساختار بودن، اینها روابط دارن، اینها گپ دارن، دیوان دارن، دفتر دارن، سخن دارن. به هر حال منظور من این نبود، یعنی این که ببینید جناب جعفریان، تو به یک عده از اینا اعتراض کردی، الان گفتی همینا به باد دادن رفتن، مراد یه بخشی از همینا بود دیگه. خب اینا به باد دادن، اشتباه کردن، ولی همچنان مردم به اینا وابسته است. شما گفتید که اینها از احمد مسعود چی میخوان؟ احمد مسعود باید از اینا بخوان؟ نه، اینجا اشتباه هست. احمد مسعود امروز یک مشروعیت مبارزاتی را در دوش گرفته که قبلا بر روی شانه های حبیب الله خان کلکانی بود، بعدا بر روی شانه های استاد برهان الدین ربانی افتاد، امروز بر سر شانه های احمد مسعود افتاده. احمد مسعود جای جایگاه ما به یه آدر از حرف بزنیم، اگر احمد مسعود یک فرد است که ما باش کاری نداریم، همانگونه که با هیچ فرد دیگری کار نداریم. متوجه عرض من نشدید؟ قطعا احمد مسعود یک فرد نیست، او هم نماینده یک جریان مهمیه، اما همه جریان ها از او انتظار دارن و هیچ کی نمیگه خب بابا چرا همه جریان ها از او، چرا او نباید از جریان ها انتظار داشته باشه به عنوان یه رهبر؟ شما آقای مارشال دوستان به عنوان یک رهبر میگی از آقای مسعود انتظار داره، خیلی خوب، آقای مسعود هم یه رهبر، اونم باید از اینا انتظار داشته باشه. همه خواسته ها میاد خلاصه میشه در این که جبهه ملی مقاومت با آقای احمد مسعود چه کرد. آقا مگه اون شورای عظیمی که توی آنکارا نشسته هر روزم تهدید میکنه
گزینه باید نظامی روی میزه، که البته من با شما مخالفم، من معتقدم آقای مارشال اگر اراده بکنه نمیتونه در شمال کاری بکنه، اگر میتونست میکرد در فاریاب چه بلایی سر ازبک ها آوردن. الان ببینین چقدر دارن از اونا کشتار میکنن. من صدای یک آقای رو پخش کردم، ازبک خونز اومدن زنش ورداشه طالب برده دیگه، کی اگر میتونن کاری بکنن باید الان بکنن. اگر کسی دستشو بسته، اون تعبیری که شما گفتی اگر اجازه بدن بهش، اگر اجازه ایشان دست کسی دیگری هست که پس دیگه اسمش رهبر نیست که دیگه، اجازه باید دست خودش باشه، هر موقع اراده کرد بتونه کاری بکنه. عرض من همینه، منم الان به دوستام اعتراض نمی کنم، من میگم اینا الان در وضعیتی هستن که الغریق، باز تکرار میکنم، یا تشبسو بکنه هشش، دارن تلاش میکنن از هر موقعیتی و هر کمکی استفاده بکنن تا بتوانن یک حداقلی رو ایجاد بکنن، یک مختصر جغرافیایی رو بگیرن، اون جرقه که زده بشه اون موقع بله در صحنه ای که کمی مردم رو بیان، آقای دوستم هم میتونه از قدرتی که داره استفاده بکنه، محقق هم میتونه، خلیلی هم میتونه. اگر ما ارتباط با کلیه این اسامی که شما کشورایی که گفتید رو قطع بکنید که اینا با ما این رفتار رو کردن، کشورهای همسایه هم که انگیزه ای ندارن، از خود ایران بگیریم که همه امید اغلب افغانستانی‌ها بهشون بود. امروز دیدی وزیر خارجه ما چی گفته، در گذشته هم که دیدی نماینده پارلمان ما میگه اینا جنبش اصیل منطقه، و مجموعه های کشورهای دیگه، ازبکستان که داره باهاشون کار، یک تاجیکستان خرد مونده، اونا هم که کاری نمیتونن بکنن. من معتقدم، نظر من اینه نجیب جان، که جبهه مقاومت ملی افغانستان داره تلاش میکنه ببینه آیا میتواند در جهان یک گروهی رو بیاره پشت اندیشه مقاومت مسلحانه علیه طالب. شما دیدی امریکا رسما هشدار داد و احمد مسعود کسلر زمین بذار، وگرنه از ما انتظار نداشته باش کمک، که هیچ ممکنه کار به تقابل هم برسه. در این زمان اون مجبور تو دنیا بگرده دنبال شرکای جدید. بله، ما هم در زمان حاکمیت خلقی ها رفتیم دنبال یک شریک، آقای احمد شاه مسعود و جناب استاد برهان الدین ربانی امکانات امریکایی ها رو گرفتن، ولی همین که به کابل رسیدیم اینا فرار کردن. ما در افغانستان جنگ ملی، جنگ منطقه‌ای نداریم. افغانستان در یک نقطه قرار داره که تابع شرایط بزرگ بین المللی است. فایده نداره که به طرف غربی ها بریم جناب استاد. من این را واضح بگم، اگر احمد مسعود قرار است که بره دوباره از امریکا یا از اروپا کمک بگیرم، ما دیگه کتش نیستیم. من نجیب بارور ترجیح میدم امروز سرزمین ما به طالب بخشیده شد، ولی من دیگه به امریکا نمیرم که برم کمک بکنم که من طالب بزنم. چرا که اینا نه تعهد دارن و تجربه هم شدن، دوباره دقیقا تجربه شدن. یک بار در زمان مجاهدین وقتی روسا بیرون کردیم، امریکا هم گم شد رفت، طالب از پاکستان به طرف ما روان کرد. یک بار دیگه هم که 20 سال حاکمیت جمهوریت دموکراسی دروغیش بر سر شانه های ما استوار کرد. در مورد ایران، روز اولی که من در ایران آمدم یا یک هفته بعد یا دو هفته بعد، در یکی از صحبت های آقای خامنه ای مطرح شد که مشارکت اقوام و انتخابات دو تا پیش زمینه سیاست خارجی ایران است. تا امروز که 2 سال میگذره از این حرف، من نمیبینم که نوع تغییراتی در این بینش که با یک کلمه رهبر تعیین شد به عنوان سیاست خارجی تغییری آمده باشه. این که امروز طالبان در افغانستان هستن، در اونجا داعش هست، دیگه از اینا تعامل دارن، اینا دارن، ولی پیش شرط هایی که برای شناسایی طالبان در نظر گرفته شده بود تا امروز هم که من صحبت میکنم برامونه. حالا من دختی بحث انحراف مطرح میکنم در مورد جبهه مقاومت، منظورم چی هست؟ همین که احمد شاه مسعود کشته شد، امریکایی ها آمدن با آقای دکتر عبدالله، مارشال صاحب فهیم، یونس قانونی مذاکره کردن، رفتن دوختن، بریدن، هرچی کردن. یک طیف از مبارزین و مجاهدین که روابط رسالتمند مبارزاتی با احمد شاه مسعود داشتن، اونمو روزی که در کنفرانس بن اینها نشستن با 4 تا
آدم عنصر امریکایی و استخباراتی افغانستان رو بین خود تقسیم کردن، اینها سلاح خود گذاشتن رفتن در خانه خود، گفتن دیگه بحث مبارزه و مفهوم مبارزه شکل نمیگیره. حتی در اردو نیامدن. این که میگن دیدیار شدن چیزی دروغ است، خودشان سلاح خود گذاشتن رفتن در خانه خود. احمد مسعود میتونست اینمی نیرو رو دوباره بخیزانه. قرائت ما در یک سفره پیچانده شد و گوشه گذاشته شد. امروز جناب احمد مسعود برادر عزیز ما عیناً راهی رو میره که مارشال فهیم رفت به پوچ انجامید، دکتر صاحب عبدالله رفت به پوچ انجامید، امرالله خان صالح رفت و هیچ شرمندگی انجامید. امروز دوباره خب ما میگیم غنی عنصر آمریکایی غربی استعماری، عابد کرزی عنصر غربی استعماری بیگانه. پس اسپنتا چی؟ این اسپنتا یک فرشته از آسمان پنجم افتاده بر ما. اینها همشان در یک تحت یک برنامه آمدن، در یک مانیفست بودن. همیشه هر کاری که کرزه میکرد یک از شاهدهای جناب اسپنتا بود. امروز جناب اسپنتا میخواد برای ما به اصطلاح لای سیاسی میپشه، در بغل از او برو، در بغل از او برو، باز بیا علیه یک کشور موضع‌گیری بکن. در موضع‌گیری اسپنتا موضع‌گیری مقاومتی است یا موضع‌گیری برلینی؟ خب تو میای در پارلمان استاد میشی، خودت به عنوان مقاومتی معرفی میگیری، بعد میای در علیه وزیر خارجه ایران موضع‌گیری میکنی. او وزیر خارجه ایران موضع تو را موضع ما بدانه، موضع خودت یا موضع او برلین تو آلمان های و او کسایی که سالها تو را به عنوان یک مهره استفاده کردن و در افغانستان آوردن، آمریکا کرزی و غنی را داشت، آلمان ها یک نفر را داشت تو را، و به خاطر وزارت تو استاد میشدن، حتی کمک های خود وابستگی میکردن که آقای سپنتا به عنوان یک شاهد آمد کرزی به اینجا وزیر باشه. امروز او آمده در پلی احمد مسعود برام برنامه میچینه. من نمیپذیرم، همان گونه که کرزی نپذیرفتیم، اشرف غنی رو نپذیرفتیم، سرخاب دوست دیگرش نپذیرفتیم، اسپنتا هم یک گنتر خارجی است. ما در زمان جنگ هستیم، دور کنن این عناصر فاسد استعماری رو از کنار خود، بیای بجنگیم بموریم. خوب است از اینکه با دیپلماسی اسپنتایی و شکریه بارکزایی و نمیفهم چی و چی آبروی به دست ما بیاید. مردن خوب است، بریم مردانه بمیریم، نام ما بلند میمانه. نجیب جان من کاملا حالم دگرگون شد از این حسی که در تو میبینم، کلامت هم درست، اما فکر نمیکنی الان همه شما با همدیگه یه دشمن مشترکی دارین به نام طالب، و بهتر است که هر کشمکشی که قبل بوده، ممکنه اختلافات خیلی شدیدی بوده، اینها گذاشته بشه کنار، فعلا این دشمن مشترکی که داره موجودیت شما رو، موجودیت همتون رو داره تهدید میکنه، تکلیف این دشمن اصلی این مار هفت سر این هیولا رو معلوم بکنید، بعدن برسیم به این که حالا کی صاف بشه، کی جدا گذاشته بشه، کی محاکمه بشه، حتی بعضیا باید محاکمه بشن، بعضیا دزدی، اونا سر جاش، ولی الان موجودیت شما در خطره. اصلا باید سرزمینی باقی بمونه، موقعیتی که بتوانید به عنوان اینکه جایی برید بجنگید و بمیرید اون جبهه باقی بمانه. الان اگر به این کشمکش‌های داخلی پرداخته بشه، فکر می‌کنی بخشی از انرژی شما صرف این میشه و باعث میشه که تلف بشه، از بین بره، نتونید همین پراکندگی ادامه پیدا بکنه؟ ببین استاد، من شاعرم، آرمانگرا نیستم، ولی به دلیل از اینکه مطالعات سیاسی دارم، تاریخم تا بسیار تا جایی که بشر قادر به این شده که حفظ بکنه مکتوب بکنه میدانم. هیچ وقت حال روز خوبی نداشتیم، از حمله مقدونی ها گرفته تا حمله مغول تا حمله صدها استعمارگر دور نزدیک دیگر اینجا آمدن و رفتن. طالب هم به عنوان یکی از این اشغالگران
آمده باش خواهد رفت. بر این من معتقد هستم. ولی آنچه میماند اصول است. امروز ضرورت بر تدوین یک اصول دوامدار است که بتواند حداقل این جغرافیا را تا یک مدت طولانی مسئول بسازد. اگر بگویم که قرائت وجود نداره، وجود داره. اگر بگویم که روایت وجود نداره، وجود داره. اگر بگویم که دوست شناسی و دشمن شناسی وجود نداره، وجود داره. چرا ما بجای از این که بریم از خارجی ها بخواهیم که بر ما چیزی بدن، خود ما نخواهیم، از خود ما نخواهیم؟ مگر در قرآن، در کلام خدا نیست که خدا هیچ قومی را متغیر نمی کند، حالشان را تغییر نمی ده، مگر اینکه خودشان در نفسهای خود تغییر بیاورد. یک زمان بازندیشی نیست جناب استاد، من میگم است. یک قلم، یک کاغذ برداشته شود، نوشته شود. این. کسانی که در جبهه می پیوندند، کسانی که برای جبهه می جنگند، کسانی که برای جبهه کار میکنند. آرمان جبهه چیست؟ مانیفست ما چیست؟ قرائت ما چیست؟ دوست ما کیست؟ دشمن ما کیست؟ حالا خب ما راغم شده میتونی فهمیم که روس دوست ماست یا دشمن ماست، امریکا دوست ماست یا دشمن ماست، اروپایی دوست ماست یا دشمن ماست. از کی چی بخوایم؟ پیش کی مراجعه بکنیم؟ پراکنده ای، یک ملت پراکنده، هیچ چیز در دست ما نیست. امروز اگر یک ایرانی از من بپرسه که جبهه شما چی میخواهد، من نمیتونم برایش بگم که واقعا ما داریم چی میخوایم. عناصر استخباراتی، عناصر سیاسی، عناصر بیرونی، وابسته ها، مزدورها، آدم های معلوم الحال، فراری ها، همه جمع شدن در تحت یک آخر، از اینا چی بدست میاد؟ احمد شاه مسعود وقتی مبارزه رو شروع کرد، در زادگاه خودش رفت در جلوی پایش سنگ ریختن، در رایش رو دیوار کردن که ما اجازه نمیدیم کسی از اینجا استقلال بر بکنه. ولی کار خودش کرد، در اون کوپایه ها رفت، مردم خود پیدا کردن، فکرهای خود پیدا کرد، اصول تعیین کرد، مبارزه کرد تا اینکه به موفقیت حاصل شد. امروز زمان ایجاد یک برنامه است. این برنامه را تحلیل کنیم، ارزیابی کنیم، بگذاریم. ما عجله نداریم. طالب آمده برای از این که مصارف جنگ 20 ساله خود بگیره، فکر کنم مال دخلایشان پر شده، دخلای جمهوریتی هم که پر شد بالاخره فرار کردن، اینا هم دخلایشان که پر شد باز فرارشان میرسد. ولی اصولی که ما برای استمرار استقلال افغانستان نیاز داریم زمانش هست که نوشته میشود استاد، نوشته شود و در خود جغرافیا باید نشته شده. این با ببین نجید جان، تو بعضی وقتا تئوری پردازی هایی میکنی که واقعا نو هستن، در جای خودش و قابل بحثن. توی بعضی از مواردم به گمان من نکاتی رو میگی که در لابلای این تئوری پردازی ها که بسیار قابل بحثه به نظر من. من مواردی رو شنیدم از شما که جای این داره بعضی از گروه های روشنفکری افغانی بشینن سرش کار بکنن، چکش بزنن، شاید بشه تبدیل به یک منشور کرد، تبدیل به یک گفتمان کرد اونها رو. اما لابلای اینها برخی جزئیات میاد که این جزئیات با اگر که مشکل داشته باشه باعث میشه اون کلیات رو تحت تاثیر قرار بده، کلیات مهمی رو که طرح میکنی. الان مثال بزنم. ببینید اگر ما الگوی مبارزه رو بذاریم خود عامر صاحب احمد شاه مسعود، عامر صاحب احمد شاه مسعود اگر حمایت بیرونی مثلث تهران، دهلی، مسکو رو نداشت، قطعا در برابر طالب وضع خراب میشد. گرفت از اونا کمک، گرفت با همون روسی که جنگیده بود، از همون روس کمک گرفت، همون روسی که پنشیر ویران کرده بود از همون سلاح گرفت، با همون ایرانی که یک دوره‌ای باهاش مشکل داشت، معتقد بود ایران میخواد حزب الله درست کنه در کابل، با همون ایران پیوست و با قاسم سلیمانی مثل برادر شد و فهمید که هر دوی اونها فهمیدن در جایی همدیگر رو اشتباه شناختند و
و همدیگه پیوستند و اون پیروزی عظیم به دست آمد. آدم هایی که با او جنگیده بودند، ببین الان تو داری اعتراض میکنی، بعضی از آدم ها کنار جبهه هستند که اینها فراری هستند، ناسالمند. آقای آصف دلاول لوی درستیز نجیب بود، یعنی رئیس ستاد مشترک ارتشی بود که با امتیام مسعود جنگیده بود. او آقای آصف دلاور بود. بعد این آصف دلاور و امتیام مسعود آوردش در کنار خودش، اونو فرمانده جبهه خودش کرد، جان نیروهای خودش رو در اختیار کسی گذاشت که فرمانده جبهه‌ای بود که با او جنگیده بود، فرمانده دشمن بود، ولی اینو آورد هضمش کرد توی جبهه. جنرال هلال آورد کنار خودش. ما باید یاد بگیریم از او همین کارو. این یک. دو، میخوای قدم به قدم پیش بریم اینو پاسخ بده تا من دومی رو بگم، وگرنه دومی رو جواب یادم نره. یک حرف مهمی هست. من خدای نخواسته منظور من جناب آصف خان دلاور نیست، من به جنابشان بسیار احترام نه دارم. نه نه، مثال زدم گفتم ببین احمد شاه مسعود دشمن خودش آورد کنارش. پس الان هم اگه بعضی چهره ها اینجا هستن تو فکر میکنی دشمنن، خب شاید بشه اینا رو هضم کرد، شاید بشه ازش استفاده درست کرد. نه اینجا فرق میکنه استاد. آقای آصف دلاور، آقای جنرال بابا جان آدم های مسلکی هستن، من به اینا احترام دارم. جایگاهشان کمتر از من این بالاتر باید باشه، ولی منظور من چی هست؟ شاید یک تعداد وطندار های نمی لایف رو ببینن، شاید یک تعداد دوستای ما هم این لایف رو ببینن، شاید باشه وطندار ها. زمانی که یک هفته مانده بود به سقوط، این بیاین برای ما پاسخ بگن جناب استاد، شما مطرح بکنید در این جلسات اگر دیدید دوست دارم. رفتم پیش جنرال صاحب بریالی خان. آقای بریالی خان از طریق وزارت دفاع مسئولیت گرفته بود که فرماندهان قبچون، قبلا معاون وزیر دفاع بود، در بخشای تکنیک کار میکرد. عامر صاحب احمد شاه مسعود به این آدم خیلی اعتماد داشت، در بسیار مسائل استفاده میکرد. داشتن فرمانده ها را جمع جور میکردن که اینجا بری اونجا بری اونجا بری، ولی لینک بودن با جناب بسم الله خان محمدی. گفتم جنرال صاحب این بسم الله خان پیدا کرده نمیشه، او به دری چی میکنه؟ تا حالا دارم یه زمانی بود که جنگ در هرات بود، من گوشه کرد، گفت که چی کنیم؟ گفتم کودتا کنی که آدمو تسلیم میکنن ما را کل ما را. زنگ میزنیم بر جناب بسم الله خان که فلانی خوبه ایره، نمیشد که در تلفن بگویم، نمیشد که در واتساپ بگویم، نمیشد که در با یک کس دیگه بگویم. بیرفتم برش بگفتم که چی شوه چی نشوه. خب بالاخره اینمی ذهنیت در ما آمده بود که یک نفر باید بلند شوه. حداقل در کابل ما میلیون ها مسلح داشتیم، نمیشد که اینجوری طالب مفت بیای همه چیز بگیره. بعد یه آدم وزیر دفاع بود، در کجا کدام پوسته وزارت دفاع با طالب جنگ کرد؟ یک هفته دنبال از این می آدم گشتیم، این آدم قصدن خودش از ما پنهان کرد جناب استاد، در حالی که ما پیش از اینکه وزیر شود دوست بودیم، زنگ میزدیم پیدایش میکردیم، یگان وقت دعوت میکرد، برای ما شوربا میداد، انگور هرات میداد، یگان نشست و برخاست دیگه و دیگه داشتیم. یعنی یک هفته کشتیم خود ما رو پیدا کردن نتونستیم. امروز این آدم در جبهه چی میکنه؟ این آدم منظورتون کیه؟ نام ببرید. بسم الله خان محمدی وزیر دفاع ما بود در وقتی که طالب آمد. منظور ما اینا هستن. اینا همچنان جناب استاد آمدن که او فساد گسترده ای که در اونجا پهن کرده بودن پهنترش بکنن. اینها در برابر مردم مورد سوال قرار گرفتن. حضور اینها در صد متری احمد مسعود زیر سوال میبرن. برادر تو وزیر دفاع بودی چی کردی؟ یک قماندان از پوسته میبودم، ده نفر میداشتم، خودم که میمردم باز ده نفرم میبرد، باز میامد برای سلام میگرفت. تو وزیر دفاع بودی، 300,000 نفر در اختیارت بود، کابل در اختیار بود، وزارت دفاع در اختیار بود. امروز در اونجا فرار کردی، با او همه امکانات رفتی در دوشنبه چی میکنی؟ یعنی مثلا داری دیگه چی برنامه برای ما میدی؟ ما میتونیم 300,000 روی میلی رو دوباره داشته باشیم؟ ما میتونیم او امکاناتی که در کابل داشتیم دوباره داشته باشیم؟
مردم کابل اگر مسلم شد، طالب در 10 سال هم نمیتونست کابل رو بگیره. طالب یه امروز آمده دوباره در دوشنبه. درد ما نه تنها درد من، درد صدها هزار آدم دیگر همین است. اینا چی میکنن؟ چی کردن؟ چی میگه برای خودشان آش بریده بودن که حالا برای احمد مسعود سیمیان درست بکنن. همین آقای امرالله صالح معاون رئیس جمهور بود، چی کرد؟ بجای از اینکه برای مشغول سیاست و نمایندگی بکنن، اینها چی میکنن دوباره در کنار احمد مسعود؟ این سوال ها سوال های کمی نیست جناب استاد. ما که به احمد مسعود کاری نداریم، ما حتی دوستش داریم. نه تنها من، مردم افغانستان دوستش دارم، مردم ایران دوستش دارم، مردم جهان دوستش دارم. اما انحرافی که من میگم، این انحراف در محور اینمی است. عناصری که در محور جمهوریت بودن امروز میخوان دوباره روایت جبهه مقاومت بگذارن در جمع روایت های خلیلزادی، حامد کرزی، غنی. بلا این عناصر دیگه جایشان نیست. جای اینا رو باید کسانی بگیرن اراده مبارزه نفسگیر داشته باشن. بگذار طالب یک چهار صبح در جغرافیا بمانه. بالاخره کجا میره؟ فرمایش درسته. من قبل از اینکه سوال دوم بپرسم که در ادامهش بود گفتی جواب میدی اینو یادت نره، خب جوابم دادی. ببینید دوستان عزیزی که دارید این لایو رو میبینید، عزیزان افغانستانی که سمت داشتید در اون موقع، این سوال که چرا کودتا نکرد ارتش، این خیلی مهمه. یعنی من این همه جواب گرفتم، با ژنرال‌های مختلف صحبت کردم، با مسئولین مختلف صحبت کردم، پاسخ این سوالو نگرفتم. پریشب هم آقای سری که باهاش صحبت کردیم، جنرال سری گفت ما در طبقات میانی بودیم. ما زرنیکوف یک هفته مونده به سقوط افتخار گفت من اصلا برکنار کردم، ولی گفت ما در رده ای نبودیم که توان کودتا داشته باشیم. اما تلویحا حرفش این بود که این سوال برای ما باقیه که چرا مرجعیت نظامی ما تصمیم کودتا نگرفت. در مورد بسم الله خان من یک اختلاف کوچیکی با شما دارم، اونم اینه که خب بسم الله خان بنده خدا 40 روز کمتر یک ماه وزیر دفاع بود که سقوط کرد کابل. شاید این ایراد بهش باشه که بگیم یک آدمی با این هوش و سابقه و اینکه به هر حال کلی سال کنار عامر احمد شاه مسعود بود، محبوبیت داشت، نباید محبوبیت خودش رو خرج پذیرفتن وزارت دفاع در آخرین روزها میکرد. شاید این ایراد بهش وارد باشه که آقا چرا گرفتین وزارت دفاع بی صلاحیت رو وقتی بهتون اجازه نمیدادن که خیلی از دستورات رو بدین، خیلی از دستورایی که میدادین اصلا عمل نمیشد. در اون صورت اصلا چرا پذیرفتین؟ شاید این ایراد باشه و شاید اون جوابم داشته باشه، من نمیدونم. تا حالا نیومدن صحبت بکنن. دو ساله که خب ساکتن، ایشون به هر دلیلی خودش میدونه چرا، یا یه روز به هر حال خواهند گفت، محدودیتای ممکن داشته باشن. اما من معتقدم نمیشه در واقع گفت که چرا تو کودتا نکردی، چون آدمی که 40 روز 30 روز اومده سر کار، تا اومده به خودش بجنبه یهو همه چیز گند و بد شده. تازه وقتی ایشون به قدرت رسید چند تا استان قبلا سقوط کرده بود. در مورد این که عده‌ای ممکنه که آسیب بزنن به این روند، یا حداقل این که او رو چند شاخه بکنن، این حرف دقیقه. من برای همینه دارم میگم که شخص احمد مسعود از اغلب این اشتباهات بریه. یعنی اون آدم در موقعیتی قرار گرفته که همه انتظار داره، آقای نمیدونم صلاح الدین خان، آقای عبدالله خان، شورای نمیدونم آنکارا، شورای فلان، و همه به این نتیجه رسیدن که یک مرجعیتی از نگاه جهانی هم الان هر کس که میخواد در این حوزه صحبت بکنه طرف مقابل خودش آقای مسعود میدونه. یک مقداری پاسخ سوال من که کمابیش آقای نجیب هم اشاره کرد اینه که خب آقای مسعود مرجعیت پیدا کرده، اولا دنیا وقتی در حوزه مقاومت میخواد صحبت بکنه اونو صدا میکنه، بر این اساس انتظار بیشتری ازش میره که توضیحات رو آقای باربر دادن. سوال دوم من که من تحسین کردم تو رو اون بخشش که گفتی آقا
افغانستانی که میخواد امریکا به من بده نمیخوام، همون افغانستان طالب بهتر از افغانستانی که امریکا بده به من. یک نکته هست عزیزانی که دارید لایو رو میبینید، حالا من به عنوان سوالم اینو میپرسم از آقای نجیب. ببینید یک بازی پلیدی، یک بازی کثیفی دارن امریکایی‌ها میکنن در افغانستان که به تعبیر آقای نجیب اگر بخواد این کشور رو دوباره اونا بخوان آزاد بکنن و دموکراسی و فلان، اینو دیگه خواب است و خیال است و محال است به تعبیر دوستان افغانستانی. الان در سوریه گروه‌هایی هستند که دارن با دولت آقای حافظ اسد می‌جنگن. گذشته از این که حافظ اسد خوبه بده ماشاءالله یا لعنت بهش یا هر چی، درباره حافظ اسد نمیخوام حرف بزنم، بشار اسد ببخشید میگم حافظ اسد، درباره بشار اسد. اما همین بشار اسد رو سازمان ملل که امریکایی‌ها هم قبول دارن و هی میگن این قطعنامه‌اش رو اجرا کنین و اون قطعنامه‌اش رو اجرا کنین، همون سازمان ملل دولت آقای بشار اسد رو به رسمیت میشناسه. دیدم به جبهه مقاومت ملی به احمد مسعود که آقا تو حق نداری مبارزه مسلحانه بکنی با طالب، هفته 60 میلیون دلار هم دارن به طالب پول میدن که پول اصلی خیلی هم بیشتر از اینه. این یعنی چی؟ تو از یک طرف به دولتی که قانونا سازمان ملل به رسمیت میشناسه داری به مخالف نظامیش اسلحه میدی که بجنگه، از این طرف به دولتی که مشروعیت نداره، هیچ کس در دنیا اینا رو به رسمیت نشناخته، خود شما به رسمیت نشناختین، خیلی از اعضای کابینه طالب میلیون ها دلار شما برای سرشون جایزه گذاشتین، بعد به مسعود میگه صلاحات زمین بگذار. پس هیچ ناراحت نشید، بیایید به این فکر کنید که 20 سال طول کشید، 4 تا رئیس جمهور طول کشید، 3 تریلیون دلار پول صرف شد، صدها هزار نفر کشته شدند، تا امریکا طالبان رو به جای طالبان بیاره. راست میگه این همه آدم کشتید، این همه شهر خراب کردید، این همه نیروهای خودتون کشته شدن، 2-3 تریلیون پول خرج کردین، 4 تا رئیس جمهورتون اومد رفت. خب طالب که سر جاش بود، اگه می‌خواستین طالبو بیارین چرا این همه زمان صرف کردین، این همه آدم کشتین؟ لذا اون بخش صحبت شما خیلی هوشمندانه است، من قبول دارم، و مثالش هم سوریه. آقا تو داری دولت قانونی رو به مخالفین سلاح میدی، دولتی که خودت غیر قانونی میدونی به مخالف مسلحش میگه سلاحتو بذار زمین. خب اگه در این باره صحبتی دارید بگو، وگرنه من برم سوال بعدی. جناب استاد، آقای بسم الله خان در زمانی که زمان سقوط بود برای اولین بار از طرف تیم مخالف ما به عنوان وزیر دفاع پیشنهاد شد. یعنی در اینجا اگر خباثت و خیانتی نمی بود، دفعه پیش مثلا مارشال فهی میره به بورد، یا اکثرا مارشال بسم الله خان بسیار توجه داشت، میگفت که در شمالی یا در شمال افغانستان با فرماندهان دست دوم و سوم و خدمه های پایین‌تر سر کار داشته، زیاد تلاش میکرد که یادم اگر وقتی ما نباشیم یک کلانی و چیزی رو بگیره. اما در زمانی که زمان بحران است، آقای بسم الله خان به عنوان یک چهره مجاهد توسط تیم مخالف به اصطلاح تیم‌های سیاسی ما به عنوان وزیر دفاع پیشنهاد میشه، که آقای امرالله صالح به عنوان معاون اول رئیس جمهور که در وقت نمایندگی میکرد جناح به اصطلاح سیاسی ما، مخالف آمدن از بسم الله خان در وزارت دفاع بود. یعنی اونا داشتن تلاش میکردن که بیارن، و این آدم روابطی هم با حامد کرزی داشت. من حتم دارم که خیانت های بسیار آشکاری از طرف جناب وزیر دفاع، از طرف باقی سیاست مدارای ما انجام شده بود که ما با او قسم یک غافلگیری و با او قسم یک وضعیت مواجه شدیم. حالا وقتی همه چیز همین قدر واضح باشه، چی میگه که چیزی که عیان از چی حاجت به بیان است، یا بیاین همین برادرای ما
واقعیت بگویند که چی گپ بود، یا این که دیگه از این کنار از این صف جدا شوند. اینها با سوالهای درشت مواجه هستند. من اگر کدام روز بسم الله خانه در کدام مجلس ببینم از یخنش میگیرم. هر کدام از این سیاست مدارای ما که در خیانت شریک بودن، هر کدام تا که ببینم از یخنتان میگیرم. در هر جایی که باشی، همون قسمی که در زمان قدرت از یخن دکتر عبدالله گرفتیم، همون قسمی که در زمان قدرت از یخن دیگه بزرگان گرفتیم، از یخن عبدالله صالح گرفتیم، از یخن عطا محمد نور گرفتیم، از یخن شما میگیریم. شما با عزت و آبروی مردم ما، با شما با عزت و آبروی یک سرزمین بازی کردید. چی بودین؟ چهار تا مفلوک استعمار زده و استعمار آورده مثل غنی و کرزی و چی و چی که هم هر روز اینمی هم کاسش بودن. یعنی می بسم الله خان تمام روز پیش کرزی می بود. چی آبرو کردن برای تان اینا؟ درد ما اینجاست جناب استاد. اگر این حرفای ما خدای نخواسته یک حرف سلیقه‌ای و شخصی باشه، هرگز بیانش نمی کنیم. دردهاییست که در جریانش بودیم. علی آقای بریالی خان شاید صدای ما رو بشنوه یا شاید کسی از دوستا برش بگه، 10 روز یک هفته پشت بسم الله خان نگشتیم، پیدایش نکردیم. پس معلوم میشه که یک گپی هست، یک گپی بوده. بیاین گپا رو بگن. اگر مردم افغانستان بخشیدشان معذرت بخواین. اگر مردم افغانستان بخشیدشان، بعد از او اجازه دارن که بیاین گپ خود بگن، سخن خود بگن، کار خود بکنن. در غیر از او، حضور از اینها در جبهه ما حرام مطلق است. جفا است به خون هزاران شهیدی که در این سالها ریختانده شده و در این 2 سال اخیر هم ریختانده شده. در تایید صحبت شما، جنرال صاحب سریع هم یه پیام فرستادن، گفتن در مورد کودتا قصور کلان متوجه بزرگان بوده، از آقای صالح نام بردن و گفتن بعید اینا جوابی داشته باشن. گفته ما چند صد هزار مسلح میتونستیم، ظرفیت رو داشتیم که در کابل فراهم کنیم، و اگر اینا صدا و ایستادگی میکردن حتما توان اینو داشتیم که کمربندی دور کابل ببندیم مانع ورود طالبا بشیم. ایشان گفته که ساله تا آخرین لحظه تلاشش این بود که مجاهدین سابقه رو منزوی بکنه. و خب حالا دوستانی که در این زمینه حرف دارن و ادعا دارن میتونن بیان بعدن باز به لایو ما صدای اونها رو بشنویم و حرفشون رو پخش بکنیم. ما لزوما نه تایید میکنیم این صحبت ها رو، نه تکذیب میکنیم. اینجا جایی هست که هر کسی میتونه بیاد حرف خودشو بزنه. نجیب عزیز، تو در همینطور که گفتم در نظری پردازی آدم عجیب و غریب و جسوری هستی. یک دکته رو در فضای مجازی از تو خوندم و متحیر شدم چطور تو رو نکشتن با طرح این موضوع. درباره بحث چگونگی تاثیر اسلام سنتی در فرهنگ افغانستانی، عواقب این و اینکه در نهایت باید چه کرد، یک دستورالعملی اونجا داده بودی که من حتی نمیدونم جرأت به زبان آوردنش رو اینجا ندارم. بعد حالا نمیدونم خود دلت خواست بهش اشاره کن. بعد از اون ماجرا تو تهدید نشدی؟ مشکلی برای ترورت سعی نکردن مثلا اتفاقی نیفتاد برات؟ اگر خواستی باز کن. به هر حال این بس، این که این حضور اسلام سنتی بعد ممکنه چه عواقبی در ادامه برای اقوام اقلیت که نگیم، برای گروه پارسی زبانان هم از همه اقوامی که به این زبان در افغانستان صحبت میکنن یا حتی کسانی که از قوم‌های دیگر هستن ولی زبانشون فارسیه داشته باشه، بحث کن دیگه. من اصلا اینقدر حساس موضوع گم کردم کلماتو. بگو خودت صحبت کن در بارش. جناب استاد، یکی از افسوس‌های من این است که ای کاش علم دین می آموختم و دیدم که در این مسیرم مبارزات بسیار ریشه‌ای انجام شده، مبارزاتی که دیندارا کردند بسیار عمیق‌تر از این صلاح‌های مقطعی است که بر روی شانه‌های ما آمده. و تا جایی هم که یاد ما می آید، حتی از
زردشت پیامبر اگر در نظر بگیریم عامل اساسی بازی های بزرگ ما دین است و من مدت اعتراف بکنم که خورده روشن فکر شده بودم. البته رانه دینی همیشه دید ما همین است، ولی دید ما همین است، ولی به تازگی دریافتم که مبحث اساسی اینجا است. من یک روز در تویتر بحثی بود بین دوستان، من مطرح کردم که به لحاظ قرائت گفتمان فرهنگی من خودم را یک اهل سنت پیش را به دنیا آورد، ما در متون ما داریم که میترا در این مفهوم 1000 سال پیش از این که مسیحیان بگویند مریم باکره بود عیسی را متولد کرد. البته با عرب ها مشکلی نداریم، بلکه زبان عربی به عنوان یکی از زبانهای مهم منطقه پیش از اینکه فارسی زبان علم شود زبان علم بوده. متنهای قرن 13 ببخشید قرون 3 4 تا 9 ما آمیخته با عربی است. شما 4 مقاله عروضی رو بخوانید همه نصف عربی و نصف فارسی هستن. اما ما با دید عربی و با دیدگاه عربی در حوزه دینی مشکل دارد. قرائت دینی ما بر مسیحیت تأثیر گذاشت، بر اسلام هم تأثیر گذاشت. بارها مطرح کردم که شمشیر عرب و دانش ایران چیز. بحث من این است که اون به تعبیر و تعویل و تفسیر خودشان از او برداشت کردن. از زمانی که خلافت از ساحت جغرافیای عربی بیرون کشیده شد، رفت به طرف ترکان عثمانی، رفت به طرف گورکانیان هندی، آمد به طرف جغرافیای ایرانی، تفاوت‌های نظر به وجود آمدن. من به لحاظ فرهنگی خودم را در متن فرهنگ تمدنی فارسی می‌یابم که از کوروش، که از زرتشت رو می‌شود و تا امروز من استمرار دارد. امروز که من با این زبان حرف می‌زنم خودم را بخش کوچکی از این قرار می‌دانم. حالا برادر من در تاجیکستان شده زرتشتی، تفاوتی هم که وجود داره متاسفانه در بین ما شکاف‌های گسترده به وجود آورده. یک وقتی در امی ایران در پیش من یک فرمه رو گذاشتم، گفتم که دینت چی هست؟ گفتم اسلام. مذهبت چیز؟ یک ستون بود یا یک ستون بود در سنت. گفتم اگر این انتخاب بکنم خب معنا نداره، اگر اون انتخاب با گفتم که برادر من نجیر بارور هستم، زبانم فارسی است، از اهالی خراسان هستم و اسلام خراسانی را دوست دارم، ولی شما هیچ گزینه
ته بودی آتش خوب رنگ که مرتازیان راست مهراب سنگ. حالا ما کدام وقت گفتیم که عرب ها با سنگ مهراب با خشت و سنگ و خاک دیوار نمی کنن. ما میگه مهراب پرست، نه، آتش در روایت باستانی ما نماد به اصطلاح جلوه خدایی بوده. ما آتش پرستاری نکردیم، نه پرستش. خب حالا بس من این است که من از نظر فرهنگی با سمرقندی، تاجیکی، ایرانی، بلخی، بخارایی یکی هستم. نژاد ما یکیست، اجداد ما یکیست، گذشتگان ما یکیست. در یک نقطه ممکن است که کاملا از نظر ژنتیکی و یک آدم از این جغرافیا پیوند خونی داشته باشم. چطور ممکن است من اهل سنت باشم او اهل تشیع؟ چی راهی باید پیدا بکنیم که از اختلافات مذهبی که بدترین اختلافات است به نظر من، حداقل در میان اهالی فارسی زبان، در میان اهالی هم نژاد هم فرهنگ جلوگیری بکنیم؟ اهل تشیع نماز خود به دل خودش میخوانه، فدوای خودش به دل خودش میده، عیدش به دل خودش میکنه، درسش به دل خودش میخوانه، کتابش به دل خودش انتخاب میکنه. آزادی فرهنگی داره، آزادی فکری داره، آزادی فرهنگی و زبانی و تمدنی داره. اما در اهل سنت اینجوری نیست. ما همچنان از صدر اسلام پیروی میکنیم. یک مفتی مفلوک عربی وقتی یک چیزی رو میگه برای ما سرلوحه است. تا همین سالهای پیش هم اینا فقط منتظر می بودن که آقای قرضاوی چی میگه. او برادر قرضاوی کیست؟ تو خود در درون خود صد تا دانشمند داری که در جهان اسلام تاثیرگذاری داشته، بر تفکرات اسلامی تاثیرگذاری داشته. امام ابو حنیفه رو بگی، مولانا جلال الدین بلخی رو بگی، پدرش رو بگی، دیگران. اینجا یک مشکل بنیادی است. تفکر طالبانیه که امروز بر افغانستان حاکم شده و به عنوان یک واقعیت اجتماعی مطرح میشه، بخشی از تفکر اجتماعی مردم افغانستان هم هست. این تفکر و این قالب برای ما اجازه بازندشی نمیده، در حالی که تشیع برای اهالی و پیروان خودش اجازه بازاندیشی میده. بخشی از غیابت فرهنگی، بخشی از غیابت تمدنی ما به خاطر دور شدن از قرائت فرهنگی و تمدنی هم است. امروز یک طالب پشتون با یک حزب تحریری سمت شمال هیچ نوع در برداشت دینی تفاوتی ندارن. با یک تو داعش هم شاید خیلی در مسائل جزئی تفاوت یا اختلاف نظری داشته باشه. اینجا هم خیلی یک مشکل اساسی است که به نظر من نیاز است همان گونه که قرائت امروز غیر عربی، البته قرائت غیر سیاسی عربی، متاسفانه منابع تعلیمی ما از الازهر گرفته تا دیوبند منابع کنترل شده متحجر بوده است. بزرگترین عالمان دینی ما میرن در این مدرسه ها و بدترین کتاب های سیاسی را به عنوان متون دینی میخوان. بعد که میان در جغرافیا فتوای کفر صادر میدن. خلاص. عبی آقای سیاف در پیروزی اول مجاهدین گفته بود که کابل باید یک دفعه خاکش به دیگر پهلو شود، خاکش افتاد بخوره. گفتم این دیدگاه از کجا میاد؟ در حالی که به تفاهم نشه برای مخاطبات. ببینید دوستان من، من به شما گفتم آقای نجیب بعضی از نظریات
داره یه نظری پردازی هایی میکنه که اگر درست فهمیده نشه ممکنه که سوء تفاهم بشه. برای همین من بهش گفتم، چون بعضی از دوستانی که نظرات ایشون رو شنیده بودن به من میگفتن این نمیدونم فلانه، این با این ذهنیت هایی که داره خونش حلاله. من قد ترسیده بودم بهش گفتم با آسیب نزنن به این چیزایی که منتشر کردی و اظهاراتی که کردی. ایشون داره چی میگه؟ اجازه بدید من ترجمه میکنم به زبان ساده تری که میفهمم. هر جا اشتباه کردم نجیب جان شما در واقع تصحیح کن منو. ایشون داره میگه که اگر از کجا اصلا این دعوا شروع میشه؟ آقای توی سوالاتتون هم شما مطرح کرده بودید، الان خوبه که من میپردازم نجیبم. جز سوالاتی که دوستان فرستادن یکی از سوالاتی که خیلی فراوانی داره اینه، یعنی اون دوستی پرسیدن که جناب آقای چوبین، بهروز چوبین پرسیدن که جناب باربر آیا به نظر شما دیدگاه کسانی چون عبدالحفیظ منصور که در مصاحبه‌ای صراحتاً اعلام کردند کسانی که به اسلام اعتقاد ندارند نمیتوانند به عضویت جبهه در بیایند و تنها میتوانند به حیث مشاور غیر رسمی نظراتشان را شریک سازند با مانیفست جبهه که تأکید بر همه شمول بودن میکند در تناقض نیست؟ نجیب داشت سعی میکرد همین رو توضیح بده. ایشان داشت توضیح میداد آقا اسلامی که ما ازش حرف میزنیم باید یک گستره ای رو در بر بگیره که به سادگی در اون اسلام نشه حکم تکفیر دیگری رو داد، وگرنه اون موقع ما خیلی فرقی نمی کنیم با همون داعش رو، با همون طالب و با همون جماعت ارهابی که الان وجود دارن. ایشان بحثش این بود که اگر پایه‌گذاری برای مقابله با طالب بر نوعی از اسلام باشه که از گذشته بوده و با استفاده از همون نگاه و همون قرائت طالب توانست از بین خود ما که علیهش جنگیده بودیم سربازگیری بکنه، مگر حزب التحریر چجوری آمد داخل پنجشیر؟ مگر وقتی که طالب حمله کرد اون بخشی که بلافاصله در همه استانها، پنجشیر هم یکیش، پرچم طالب رو بلند کرد، همین کسانی بودن که همین آموزش‌های دینی رو دیده بودن فکر می‌کردن دارن خدمت رسول الله می‌کنن. یعنی به سادگی شوونیسم پشتون اینها رو فریب داد، به اسم حمایت از دین و دیانت اینها رو فریب داد و تونست در خدمت خودش بگیره، حتی اونها رو مجبور کنه بره خودش رو طرف تکه تکه بکنه توی مسجد قندوز، توی مسجد قندهار، توی باشگاه دشت برچی کابل، به این امید که بهشت میره. اما در عمل اونا دنبال حاکم کردن پختونوالی بودن، به هیچ ربطی به تفکر اسلامی نداشت. آقای باربر توی اون مانیفستی که مطرح کرده بود در فضای مجازی و من دیدم الان محتاطانه داشت بهش نزدیک میشد، حرفش این بود که اگر ما دوباره با اتکا به همچین اسلامی که بشه ازش سوء استفاده کرد به این نوع قرائت رو بیاریم، دوباره در یک چرخه دیگر 10 سال دیگه باز یک حزب دیگه پیدا میشه، باز میان میگن آقا اینا این اسلام نیست، این باید اینجوری باشه، و اگر اون قرائت رو ما داشته باشیم افراطی اون قرائت دوباره میشه داعش، دوباره میشه طالب. و ایشان چیزی رو که الان اینجا نگفت در اونجا گفت، تو نوشته اونجا گفته بود اگه این باشه که خودشو بترکانه که مثلا اهل سنت رو بکشه، نگاه اینطوری نمیشه به او داد. و بعد اونجا طرح داده بود که آقا کل تاجیک‌ها و کل پنجشیری ها بگم بقیهش رو تو توی فضای مجازی که منتشر کردی خودت دیگه، و دوباره کاری بکنیم که به سمت افراطیت نره نگاه. اگر فرد مسلمان هست ترجیحاً باید این نگاه از نوع نگاه اسلام شیعی باشه. این به این معنی نبود که ایشان لزوماً نگاهش در واقع نه افراطی شیعی نه افراطی سنی. ایش خودش هم گفت میگه اسلام من خراسانیه، نه سنی هم نه شیعه، حالا چی هست خودش میدونه و خدای خودش. اما بحث ایشون این بود، خواهش میکنم دقت بکنین، فردا باز همین موضوع جنجال نکنین، هم برای او درد سر درست کنین هم ما. ایشان بحثش اینه، میگه اگر نگاهی که ما به اسلام داریم و قرائتی که ازش داریم از همون نوع سابقه باشه، درسته یک بار از توش احمد شاه مسعود در آمد، اما از توش از دو تحریرهای آن در میان که اول از همه
پرچم طالب رو بالا کردن. چقدر الان پنجشیری داریم که توش توی خود پنجشیر طالب هستن. آقا فصیح‌الدین از کجا اومده؟ اینا از همین قرائت رفتن طالب شدن دیگه. ایشان میگه اگر قرار این تمدن فارسی با نگاه اسلامی عجین بشه که بایدم بشه، کما اینکه شفیعی کتکنی میگه ما افتخارات تمدن فارسی از زمانی هست که بعد از دوره یک اسلام بیاد و با اسلام عجین شده، میگه من هر چی که میدونم افتخار از زبان فارسی مال دوران بعد از اسلامه، میگه من هو خشتره و مردی که به دریا شلاق میکشیدم، میگه من اینا رو کمتر میشناسم. آقای نجیب هم نظرش همینه، اما میگه اگر اون اسلام اسلام افراطی باشه از توش عمر خیام و از توش نمیدونم خواجه عبدالله انصاری و از توش حافظ سعدی در نمیاد، از توش انصاری حرات در میاد که میگه هر کی تو عید نوروز لباس خوب بپوشه اینو باید اعدامش بکنه، از توش ملا هبت الله در میاد. بحث آقای نجیب این بود، خواهش میکنم درست بفهمید. اگر نکته باقی مونده که بفرمایید، وگرنه من یکی دو تا دوستانو بیارم بالا که اگر حرفی دارن بزنن، وگرنه که چند تا شعر از تو بشنویم و یا خودت اگه نکته‌ای داری بگی و بحث رو به انتها ببریم. جناب استاد، این تفاوت گفتمانی از بسیار زمانهای قدیم وجود دارد در این جغرافیا. یه لحظه نجیب جان، حسن آقای آقامیری گفتی که برای من پیام دادی، نوشتی که من خیلی آقای باربر رو دوست دارم و دلم میخواد باشم تو لایو، و گفتی که دنبال کننده هاتم علاقه دارن به نجیب. من هرچی برای دعوت میدم اجابت نمیشه، نمیدونم، مشکل تو حل کن. دو بار سه بار هی شما هم درخواست دادی من دعوت میدم اضافه نمیشه. اگر مشکلی داره حل کن که من بتونم شما رو بیارم، چقدر خوبه. اگر بیای که خب بهتر میشه. ادامه بده نجیب جان، ببخشید. جغرافیا به وجود آمده می جنگه و از داگه داره و گپ داره و سخن داره، و اگر شما نتوانید در این محور گفتمانی خودتان با این به اصطلاح قرائت گفتمانی امان بکنید، کاری هم از کار انجام داده نمی توانید، و اگر زمینیش مسائل چه و ضعیف دارم می کنن، این یک چیز واضح است. جناب استاد میگن که یکی از دلایلی که سلطان محمود غزنوی شاهنامه فردوسی را به عنوان یک اثر نپذیرفت و از طریق دیوان حکومتی او را منتشر نکرد و او ارزیابی که برای متونی که در دیوان پذیرفته میشد انجام میشد بهایش نپرداخت، همین منافقتی بود که به اصطلاح تحت عنوان رافضی و معتزلی مذهب و اینا انجام شد و برایش از درون شاهنامه بیت‌هایی را بیرون کردن که اینها به نحو فردوسی را متهم کردن که شیعه است و شیعه‌گری کردن. وقتی کسانی مثل فردوسی که به نظر من نماد استواری تمدنی ما در سایه فرهنگ است، متهم می شوند به این گناه، پس این قرائت ماست. شعر فردوسی رو وقتی حفظ می کنیم و در اینجا می خوانیم که پدر کلانای ما رو می خواند و بابای ما می خواند، ما می خوانیم افتخار می کنیم، ولی از اتهام فردوسی خبر داری؟ اتهامش شیعه‌گری بود و این اتهام باید پذیرفته شود. من حاضرم بپذیرم این اتهام را دوباره، ولی خودم با محور گفتمانی خودم بیاندیشم. اسلامی را که من معرفی میکنم، اسلامی را که ابایزید بسطامی معرفی میکنه، اسلامی را که مولانا معرفی میکنه، اسلامی را که فردوسی به اون متهم میشه، به نظر ما از این اسلام هیبت اللهی، از این اسلام ملا عمری، از این اسلام حتی همی آدم هایی که بزرگ ما هم بودن اسمشان نبرم بهتره. عرض شود که هم تو بسیار صمیمی هستی برای من، فامیل هم دیگر میشناسیم، خانه ما اومدی، خانه شما اومدم، همسفر بودیم با هم،
از اندیشه هایم خبر دادید. همینطور من با آقای مشکور دوست هستم و خیلی دوستش دارم. چقدر او شما رو دوست داره، چقدر با هم درباره تو در با او صحبت کردیم. صحبتش شد، من دلم خواست که بعدم دیدم هستن تو لایک، پیام دادم ایشون هم پذیرفت که بیاد. گفتم حیفه که این من سبب تعلیف قلوب این وسط نشم، مخصوصا که ایشون عضو شورای رهبری جبهه مقاومت ملی هم هست. بعضی از نکات مطرح شد، خوبه که به اون موارد هم اگه لازم شد پاسخ بده، که اگر لازم بود آقای مجید اینجا هست بکنه باید مباشیش رو بر اون موارد بزنه. آقای مشکل ما در خدمت شما، اگر در مورد جبهه چیزی هست از اون مواردی که شخصی بود اونا رو اگر صلاح میدونید بگذاریم. در مورد جبهه اگر نکته هست بفرمایید، که اگر با سوالی بود نجیب خواهد پرسید، که محور اصلیش این بود که بعضی از آدمای اونجا جمع شدن که عملا به هر حال ممکنه باعث فساد بشن و بخشی از اعتراضش هم درست بود، بعضیش هم شاید حالا توضیح داشته باشه که شما میتونید بفرمایید این که بود یا نبود. و حالا من به عنوان موجود دولت میکنم، تریبون در اختیار شما، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله. صدای من میشنوید شما؟ تصویر شما که نیست، من صدای شما رو دارم. بله بله، صدای شما رو میشنویم. شما اوورهدتون خیلی بالاست، یکم باید حالا بهتر شد. اوکی، سلام و عرض ادب خدمت شما و شاعر پرآوازه ما استاد بارور نازنین و دوست داشتنی. با تمام ملحوظات برای همه ما جنابای بارور دوست داشتنی است و برخلاف او نوازشی که امروز در تویتر مرا کرد، من دوست دارم فضای بسیار بسیار محض سیاسی را از زبان خود آقای بارور دوباره کمک لطیف بسازیم تا بتونیم با زبان خودش و گویش خودش و نگرش خودش به قضایا نگاه کنیم. ظاهرا یک زمان یک بارور داشتیم که ایر سروده بود. دیدی رفیق شهر پر از کینه داشتیم، دیدی رفیق شهر پر از کینه داشتیم، آوار سنگ در دل آینه داشتیم. دیدی رفیق عاطفه در ما نبود، بود فرمان روای فاجعه در سینه داشتیم. دیدی رفیق دور شدیم دور از خودی، دیدی رفیق دور شدیم دور از خودی، در پستی و بلندی خود زینه داشتیم. دیدی رفیق شهر پر از بیم و وحشت است، از خون به دست کودکمان خینه داشتیم. دیدی رفیق جامعه تدبیر شهر را، از هر چه زشت بود در آن پینه داشتیم. دیدی ولی رفیق تعجب نکن که ما این تازه نیست عادت دیری نداشتیم. من اورا همه که فضا خیلی خودمانی است، جناب جعفریان اجازه بدین که خودمانی گپ بزنیم. بله بفرمایید. تصویر جناب بارورم رفت، ما چه میشان از لایف رفت یا نمیدونم، من فقط تصویرشون ندارم. شما ادامه بدید، من الان کنترل میکنم، مشکل نیست. بله، خدمت شما عرض کنم که من دو سه چهار تا نکته را هم نکته های نظری مطرح میکنم، چون مخاطب ما در حال حاضر در همین لحظه شاید خیلی از اصحاب خرد باشن و اونا قضاوت میکنن که زبان و ادبیات که امروز ما بر طرح انتقادات خود و تبارز شخصیت خود انتخاب میکنیم چگونه است. قطعا دغدغه های جناب بارور عزیز یک دغدغه های انسانی، علمی، کارشناسی و کاملا ادبیات مقاومت را ایشان و امثال ایشان ساختن و پرداختن و هدایت کردن. من به عنوان یک عضو کوچک خانواده مقاومت که فعلا در کنار سایر دوستا در شورای سیاسی و در شورای رهبری کنار برادر بزرگوارم جناب احمد مسعود هستم، با تمام وجود اونچه که از جان و وجود ایشان برخواسته میپذیریم. من یادداشت کردم، قطعا کسای دیگه هم که از شورای مقاومت و شورای رهبری مقاومت این لایف دیدن، چون تفاوت ما این مقاومت، گفتمان مقاومت، روش های ما در این مقاومت قطعا متفاوت با دیگرها بوده و باید باشه.
سینه فراخ داشته باشیم برای شنیدن انتقاد. ولو ادبیات انتقاد زننده باشه، ولی چون تمام مردم ما تاوان سنگین رو پرداختن و توقع و انتظار رو دارن که شاید بعضی وقتا زبانشان و بیانشان تون شوه، گزنده شوه، ولی هرچی از دوست رسد نیکوست. ما از او جهت اصلا ملال نداریم و ما یادداشت کردم، شاید سایر دوستان در اینجا بودن اونا می یادداشت میکنن. اما چون برخلاف انتظار ما جناب آقای بارور عزیز که ایشان یکی از حرفایی که به نام ایشان ثبت شده که ایشان بارور پل زدن است نه پل زن، گفت هر جا دیوار زدن شما پل بزنین، من انتظار و توقع رو دارم که در حوزه تمدنی و گفتمانی ما در حوزه و بالاخره پل هایی که دیگران خراب کردن اونا رو ما دوباره ترمیم بکنیم. و فقط با تمام وجود انتقادایشان رو میپذیریم، مینویسیم و اون چه که در توان دوستاست باید به اصطلاح بهش عمل بکنن و گزارش بدن که بالاخره چه تغییر ایجاد شده. اما من یک توصیه دارم یا خواهش دارم یا تمنا دارم، حتی نام توصیه هم گزنده نباشه، یک تمنا دارم که یه عرض برادر خودم گوش بکنه، که چون بالاخره ادبیات ما اگر ادبیات پراگماتیستی شوه، به تعبیر جناب آقای دکتر سروش در انواع ادبیات پراگماتیستی که پراگماتیسم نقابدار است، که به جایی که دنبال دلیل بریم دنبال علت میریم و انگیزه میریم، چون مشهور کابولی فعلا در فرانکفورت حتما ای مسلمان آلمانی یا انگلیسی است، یا چون اسپانتا در جلسات است حتما رسالت از طرف برلین داره، ما فکر می‌کنیم ادبیات پراگماتیستی به درد ما نمی‌خوره، که به جایی که ما دلیل ها را فکت ها را بررسی کنیم بریم دنبال انگیزه ها و دنبال علت ها، او وقت باز حقیقت گم میشه، او وقت باز یک طرح درست ما نمیتونیم عرضه بکنیم، چون گرفتار اونمو جزمندیشی اونمو خوشکندیشی میشیم که فکر میکنیم که فقط اونم پرسپکتیوی که من دارم نشستیم و از اون کانتکست که مسائل میکنم بکل قضایا اونمو درست است و دیگرا اشتباه میکنن. حداقل ما شما به عنوان مسلمانایی که در گفتمان تمدنی ما مولانا یک مفسر است، یک معلم است، یک مبین است و اندیشه کثرت‌گرا را مطرح میکنه و ما با شما هستم، بالاخره مو اسلام اعتدالی که ما تو دنبالش هستیم یکی از مشخصهایش نمیست که باید تفکر کثرت‌گرا را و یکی از شرایط انمی پلورالیسم سیاسی یا معرفتی همیست که ما به مخاطب ما به مخالف ما در ذهن خود و در کنار استدلال خود یک حق را قائل بشم. اگر این جزمندیشی باشه که ما بگم تمام حق نزد ما است و طرف مقابلم کاملا، ما برای تعامل و گفتگو رای پیدا نمی کنیم. و اولا من توصیه می کنم، یعنی خواهش می کنم از بارور عزیز که بالاخره دنبال دلیل برین نه دنبال علت و انگیزه ها، چون شما مثلا انتقاد ما امروز بر بیانی که جناب آقای وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دوست ما آقای امیر عبداللهیان دیدین و بلافاصله احساس کردین که مثلا مشکور کابولی مبلغ و مروج اسلام انگلیسی هست و یک گپای زدین، و میگم دنبال انگیزه ها و دنبال لطفا نریم، دنبال دلیل بریم. و چند تا نکتر ما خیلی سریع میخواییم بگویم، چون اگر نگویم به صلاح امی رابطه بسیار خودمانی بین ما آقای بارور ایجاد نمیشه. من میخواییم عبور بکنم از اون چیزی باز یکم سریع تر که منم گپ دارم، نجیب جانم ممکنه گپ داشته باشه. باشه چشم. ببینید ایشان امروز یک نکته راجع به من توییت زدن، من میخوام که رئیس رفوس تفاهم شوه. ایشان گفتن که مشکور مثلا مرید اسلام انگلیسی هست، چون که آقای خمینی گفته بود که اسلام انگلیسی. ببینید یک روز او بنده خدا گفت کفر چومنی گزاف آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در در چمن یکی وان هم کافر، پس در همه در یک مسلمان نبود. استاد مشکور جان، قرار شد این موارد شخصی رو برید شما نماینده جبهه ایدون به اون موارد بپردازید، اینا رو بعد توی توییت دیگه باش تو بنویس برای ببینین. من میگم اینجا چون اسم برده شد جناب آقای جعفریان، اینجا اسم حداقلش 10 نفر برده شده، اونا به فساد متهم شدن، اونا به خیانت متهم شدن و اونا حاضر نیستن. علاوه حقوقی کار جرم است و علاوه اخلاقی کار قبیح است. یک کسی که در یک لایف خودش حضور نداره
ما بیم در جایگاه شعر و شعور و عرفان بیم همه را فاسد و همه را خائن معرفی کنیم. از شما بین از کجا شروع از مارشال فایین که خائن بود که دکتر عبدالله را شما گفت تا به اسفند تا ما رسیدیم. بله وقتی یک نفر شخصیت حقوقی داره و این آدم مثلا تا بگید چرا درباره صدیق شباب حرف زدین خودش نبود، این آدم مشهوره، این آدم ها مشاهیرن، یعنی چه خودشون نبودن؟ نبودن که نبودن، موقعی که بودن کردن هزار کار کردن، اینا در رأس خبرن، باید دربارشون حرف زدین. چه حرفی شما میزنین که بود نبودن؟ ما درباره یغن علی بقال نگفتیم که یک آدمی بوده هیچ کی نمیشناختش. اینا مشاهیرن، 100 تا 10 برابر از این حرفا زده شده. اتفاقا تو لایو ما خیلی کم حرف زده شد. چیزی گفتید آقای جعفریان؟ جناب جعفریان ببینید فردا شب استاد بله همین تمام نشده. شما بیاید یک شب از اون الان شما به وکالت از اونها اومدین حرف بزنین یا درباره جبهه میگین؟ نه ببینید وقتی به من اسلام انگلیسی گفتن شما خودین گپ نزن، بقیه از اعضای جبهه که متهم به خیانت من گپ نزن، فقط من میگم خدا توییت حل بکنین. چیزی که به لایو برمیگرده در باره در اینجا با من اهانت کرد، در لایو شما اهانت کرد، به چرا با لباس روحانیت داخل جلسات میره و توصیه کرد. ببینید همین دیده به همون جناب جعفریان در توییت چی گفته بفرمایید. ببینید در همین جلسه ببینید ایشان خودش معرفی کرد، شخصیت خودش معرفی کرد که ایشان میآید با هویت صنفی ما، هویت مذهبی ما، ارزش‌های علمی ما داره تمسخر میکنه. خودش اینجا رسما گفت که ما با آقای مسعود توصیه کردیم که فلانی رو با خودت نبر، این به اسم موجب وحن جبهه میشه. ببینید و بعد حرفای دیگر هم اضافه کرد که چین مثل چنان است و بعد پر از پارادوکس چرا فاسدین هستن؟ باز دوباره اسامی از افراد رو برن که اونا بیشتر متهم به فساد و خیانت و جرم و جنایت بودن. ببینید جناب آقای جعفر اجازه بدین من حرف خودم میزنم، قضاوت برای مخاطبین میذارم، خیلی کوتاه میگم، 5 دقیقه بیشتر گپ نمیزنم چون ایشان شاعر است و شما هم شاعر هستین. یک سوره در قرآن کریم داریم به نام سوره شعرا. خدا در قرآن میگه و شعرا او یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل وادی یهیمون و انهم یقولون ما لا یفعلون. یک مجموعه شعرا رو قرآن میگه اینا در هر وادی که وارد شدن سرگردان هستن، همینجون گفایی رو میزنن که به او باور ندارن و عمل هم نمی کنن. الا الذین آمنوا، چهار تا مشخصه رو پیشنهاد میکنن برای باروت که اینا رو داشته باشن. الا الذین آمنوا، شاعر با ایمان و عمل صالحات، عمل نیکو کردن و ذکر الله کثیرا، همیشه به یاد خدا باشن و انتصروا من بعد ما ظلموا. ما بر اساس اینمی میخوام توصیه کنم به ایشان که در حال حاضر جناب ایشان مولانا میگه که تو برای وصل کردن آمدی، نه برای فصل کردن آمدی. ما که امروز داریم به تمام ظرفیت ها علیه طالب بسیج میکنیم، یک فرد برجسته ای ما چند تا بارور داریم که بارور به خودزنی بپردازه، ما را بزنه، احمد مسعود را بزنه، قمندان را بزنه و مجاهد را بزنه، کدام ما معصوم هستیم جناب آقای بربر؟ مگر اگر پرده ها کنار بره تو در نگید اشتباه نکردی؟ اگر قرار باشه که ما بیایم پیپ طالبی بندازیم و اونم ادبیات طالبی را و طالب خرد درونی خود آشکار بکنیم، بعد است ما در این جبهه مقاومت در این گفتمان باید جذب حد اکثری داشته باشیم و دفع حد اقلی داشته باشیم و ما باید اینو کثرت‌گرایی را در این داستان علیه جبهه کثیری که شما معرفی کردن، امریکا دشمن ما، مسکو دشمن ما، آسیای میانه از دست رفته، جان اسلام و پوش طالب است، این مقاومت هم به درد نمیخوره. شما ذهن مخاطب را از همه چیز خالی کردید. من خیلی فرسوار به شما عرض میکنم، یک، ما در حالی که عوامل سقوط 20 سال گذشته را، انحرافای گذشته را از بن تا سقوط جمهوریت همه را کلی نظر دارن بررسی کردن، ولیکن به این گونه سیاه و سفید که ما با ایران کار نمیکنیم، با امریکا کار نمیکنیم، با روس کار نمیکنیم، این ادبیات را ملت ما نمیپذیره. جناب آقای بارور، ما در افغانستان نمیخوایم دشمنی ایدولوژیک با همسایه ها داشته باشیم یا با منطقه داشته باشیم یا با جهان داشته باشیم. هر کشوری که منافع ملی ما را به رسمیت بشناسه، در مبارزه ما با طالب در کنار ملت افغانستان قرار بگیره، طرف گفتگوی ما، طرف تعامل ما. عقل به ما اجازه میده که هر کسی که نهضت و مقاومت و آزادی خواهی ما را در برابر تفکر طالب، در برابر جریان طالب حمایت کنه، او را ما بپذیریم. ولیکن اینکه شما بهم بگین که مسکو نره چون 20 سال پیش رقمی بوده، امریکا را گپ نزنید که رقمی بوده، خب بعد بر شما میگه ایران هم که نمیل تعامل با طالبان ایران هم اعلام کنید، نه خیر، ما اعلام کردیم که اولویت سیاست ما در جبهه مقاومت منطقه است.
تهران، مسکو، کابل اینا اولویت داره. ما همین حرف در مسکو هم زدیم، بارها در تهران هم گفتیم، امروز هم در الان میگیم. و دو منطقه و جهان اسلام بر ما اولویت داره، اتحادیه اروپا بر ما اولویت داره و امریکا هم بر ما اهمیت داره، چون تمام کسایی که در داستان افغانستان زیدخل است، به اونا گپ بزنیم، ما حرف خود به اونا بزنیم. اینطور نمیشه که ما در گوشه بشینیم، در گوشه پنشیر ادم دیپلماسی نداشته باشیم. بله، من در خدمت با شما همراه هستم که به هیچ وجه اولویت را از میدان به دیپلماسی نکنیم. شما و ما مسئول هستیم که هر عنصری، هر گزاری که مقاومت میدان ما شما را تقویت میکنه، همون رو تاکید بکنیم. به هیچ وجه ما و شما جناب آقای احمد مسعود دیگرایی باور ندارن که میدان ترک کنیم بریم به قدر به دیپلماسی، ولیکن هر دو بالا باید ما داشته باشیم، یعنی هم در میدان. ولیکن تصور کنیم که اگر دیپلماسی نباشه، اگر اینمی تلاش های دیپلماسی نباشه، آینده مقاومت چه کسی حمایت میکنه؟ ما با تمام اونمو ملاحظات که داشتیم، به هیچ وجه ما رابطه خود با جمهوری اسلامی ایران ذره در اون خدمت گپ نزن خراب شوه. ولیکن اجازه بدید من شما جناب آقای باربر برتان بگویم. شما گفتین اسلام انگلیسی و عرفا. آقای خمینی اصلا اسلام انگلیسی نگفته بود، گفته به اسلام آمریکایی. شما چون به ادبیات جدید وارد شدین، من 30-40 سال پیش در این داستان آقای خامنه ای اسلام انگلیسی رو مطرح کرد. ما با اون نوع تفکر استعماری مشکل داریم. ما با حضور نظامی آمریکایی ها و هر کشور خارجی دیگه در آینده افغانستان مشکل داریم، نمیخوایم ما. ولیکن قبول کنیم که برای آینده افغانستان هم در منطقه و هم در جهان حرف خود باید بزنیم، حرف باید شنیده شود، جلو اونم روند ادغام باید بگیریم، جلو مشروعیت دادن به طالبان رو باید بگیریم. باید اشتباهی که آمریکا کردن، اشتباهی که اروپایا کردن، اشتباهی که همسایه کردن این اصلاح شود. این در گفتگو صورت میگیره. در ایران اسلامی ما، در ایران اسلامی شما، در ایران تمدنی شما یک بخشی بودن گفتن که آقای نمی طالبان میتونه عمق استراتژیک ما باشن، ولی خودت باور داری که طالب عمق استراتژیک تهران نیست، نه از لحاظ تمدن، نه از زبان، نه از لحاظ تفکر اعتدالی، از هیچ جهت عمق استراتژیک نیست. خب خود تلاش کردیم، ما تلاش کردیم، ما شما تلاش کردیم. امروز در ایران هر کسی که عقل هست و عقل داره دیگه طالب فرصت نمیدونه، و همه کسایی که در ایران عقل دارن طالب تهدید میدونن. ما ایران اسلامی را از خود میدونیم، ولیکن این به این معنا نداره که اگر یک سیاستگزار ایرانی، یک کارگزار ایرانی اشتباهی بکنه، ما به عنوان یک مزدور، به عنوان یک جاسوس، به عنوان ترسو بیاییم به تو قبول بکنیم. ما درست هم به عنوان طرفدار ایران، هم به عنوان اونم حوزه مشارکت تمدنی. و نقطه آخری که میخوام بر شما بگویم که بالاخره گفت که آقای جعفری، من طولانی نکنم، شما اگه سوال دارین در غیر بحث ختمش میکنم. از کی سوال دارم قربان؟ من سوالی ندارم. من سوال دارم. من چیز مبهم گفتم. بگم جوابشو بدین در غیر ازو. نه من سوالی ندارم. شما اگر سوالی ندارین ما مرخصیم از خدمتتون. آره، من حرف آخری رو به شما عرض میکنم که جناب آقای باربر، یکی از اصول معرفتی ما شما توبه و بازیافت است. ما با تمام عناصر را که احیانا آسیب دیدن باید بازیافت کنیم، و این معنایی که مثلا سوخته و فاسد است و مفسد است تا جایی که میتونیم از ادبیات خود بیرون کنیم، از گفتمان خود بیرون بکنیم. اما این که شما علل‌ها را فراموش بکنین، بالاخره به حواشی بچسبین، راجع به بسم الله خان میشه گپ زد، راجع به امرالله خان میشه گپ زد، انتقاد کرد، پیشنهاد کرد، ولی که خیلی منصفانه بررسی بکنیم. من فقط هم یک جواب را میتونم به جناب آقای جعفریان، اگر بسم الله خان وزارت را قبول کرد، مردم گفتن تو چرا قبول کردی؟ اون طرفش هم فکر کنین که اگر بسم الله خان وزارت قبول نمیکرد، به تاریخ ملامتش میکنن که آقای اشرف غنی به تو وزارت دفاع را چرا قبول نکردی؟ در بین دو نتوانستن چی انتخاب بکنه؟ همون اتهامی که بالاخره در طول تاریخ مذهبی جاهای دیگه هم به کسایی گزده میشه. من احساس میکنم که همه ما در سقوط جمهوریت و فرصت ها خرد و کلام سهیم بودیم. به این معنا نیست که به اصطلاح ما آقای اشرف غنی رو بیاریم عدل بسم الله خان قرار بدیم، او جرم کوه کرده، او رو عدیل مثل جرم بسم الله خان قرار بدیم. ما بسم الله خان صادقانه باید باید گپ بزنه، او جایی که کوتاهی کرده، سستی کرده، بر مردم بگه، او جایی که به صورت نمیتونسته از طرف امریکا فشار بوده، اونا رو بگه بر مردم. چرا شفاف سازی نشه؟ یکی از اصول ادبیات جدید ما این باید باشه ما شفاف سازی بکنیم. ولیکن جناب آقای باربر عزیز، من شما خواهش میکنم، چنان که انتقادهای شما را قبول کردیم، به جان دل میپذیریم، ولیکن از خودزنی دست بکشیم. از خودزنی، از اینکه آینه بشکنیم فایده نداره. مثلا خود شکن آینه شکستن هنر نیست.
و این مقاومت مالکیتش متعلق به شماست، این مقاومت ملک احمد مسعود نیست. و اگر شما بیاین میبینیم که اونم ادعا دروغ است. من مثلا یک قصه کوتاه مثلا جناب آقای جعفریان بکنم که یک قصه کاکاو ماماها رو میگن. من خود از بیرون که بودم از فرانکفورت وقتی با دوشنبه و داستان اصل میکردم فکر میکردم که بالاخره اونجا کاکاو ماماها کل داستان است، ولی باور کنید به خدا قسم داستان نیست. من یک نمونهش به شما میگم. ما وقتی رفتیم مسکو برای اجلاس مسکو، همون شب که ما یک جلسه تدارکاتی داشتیم با حضور عامر صاحب مسعود و کلمون مهمانایی که آمده بودن، چی از جبهه چی از بیرون جبهه، یک جلسه تدارکاتی داشتیم. یک لیست 20 نفری سخنان ها بود. من اونجا انتقاد کردم که در فردا این روز کم 20 سخنان بر چی سخنان می کنه. بلافاصله عامر صاحب انتقاد من قبول گفت، راست میگفت که مثلا آقای شیخ، گفت غیر از من از مقاومت دیگه کس سخنرانی نکنه. یکی از سخنان ها کاکای سفیر خان، سفیر صاحب احمد ولی خان بود. نام احمد ولی خان حذف کرد، نام آقای معنوی حذف کرد، نام آقای سیقل حذف کرد. ببین لازم شما سخنرانی کنین. هیچ کس مجھے مال نظر نکرد. یعنی من پیشنهاد مجھے کردم کل دوستان مجھے حسن اگر به نیک کلمه دروغ هسته جناب آقای عمر صاحب مسعود حذف کرد. من از جبهه هستم، کافی است بقیه این دوستان بر اساس اصولی که تنظیم شده روسا موافقت کردن سخنرانی بکنن. سواد بعد از زورش، این صمیمانه بین خودم و احمد مسعود و خداست که من براتون میگم، سواد بعد از زورش وقت زیاد آوردیم. یعنی به گونه‌ای که داخل جلسه تقریبا یک ساعت وقت مضافه آوردیم. از آقای سیقل سخنرانی خواستم شما راجع به گزارش اونو گپ بزن که وقت پر شود. آقای معنوی خواستن یه گپ بزن. من به جناب آقای احمد مسعود گفتم که عامر صاحب کلی جا گپ زد، یک احمد ولی خان مانده، حداقل اجازه بده که میادم گپ بزن. گفت نه، نمیخوام کهشون گپ بزنن. احمد مسعود املا نویس و دیکته نویس کسی نیست. ما بر تنویر با صراحت میگم، نه بونون چفلو، چون برادرم است و دوستش دارم و میخوایم که نمی شفاف سازی شود. اونموجه ما بودم و احمد مسعود غیر از ما و خدا یعطا احمد ولی خان خبر نداره. من به جناب آقای مسعود گفتم که عامر صاحب اجازه بده که آن کلی که صحبت کردنشون کبنی لازم نیست کلی گپ بزن بحث از دیگه. این نمیخواد کاکایم گپ بزنه. به این معنی نیست که اراده جبهه مقاومت برس یک نفر یا دو نفر یا سه نفر است. بله، هر کسی که در این محور نزدیک باشه تاثیرگذار است. من مثلا رفتم مسکو، رفتم بنادی خون تاثیرگذار بودم، آمدم در جلسات دوشنبه تاثیرگذار بودم. وقتی رفتم در ویانا یکی از تاثیرگذارترین افراد به ما بودم، هیچ کس جلو مر نگرفت. نه از خانواده مسعود هستم، نه ماشکور خانواده مسعود هستم، ولی چون صداقت خود نشان دادیم، چون توانمندی خود نشان دادن جناب آقای بارور عزیز، همین ظرفیت برمی ایجاد شده. یقینا ظرفیت از شما دریغ نمیشه، یعنی این ظرفیت از شما دریغ نمیشه، ولی چون شما مرا نمیشناسین، من این گپ آخر می نمیست که اگر شما بخواید مشکور کابلی رو بشناسین که کجایی است و چی رقم است، یعنی میگه گپ آخر ماست و با کل جای بیرون روی تماش کنم و با هم دوستانه پیش بریم. من آنم که در پای خوکان نریزم، مرین قیمتی در لفظ دری. دین خود را، ایمان خود را، وطن خود را، تمدن خود را به نفس و نفسانیت و خوکان و دغلبازا نمیفروشیم. و سلام علیکم و رحمت الله. زنده باشید. تمام استاد؟ تمام فدتون. زنده باشید. خب استاد بارور عزیز در خدمت هستیم، بفرمایید. من و شما که جزء قابونیم، شاعریم، هیچی دیگه، تکلیفمون معلومه. ما هر دو تامون شاهیم، یک جز گمراهانیم. گفتن من از وقتی که آمدن من صدای شما نداشتم متاسفانه. خیلی قطع وصل میشد. اینترنتت مشکل داره، اینترنتت خودت هم الان تصویرت بد داره میاد. از مشکل از اینترنت توه شاید. من خیلی بد شدیدم صدای شما رو، ولی گوشه های از اشارات شنیدم. اگر ما را در جمع گمراهان هم حساب کرده باشه باکی نیست. آنقدر راه ما را گم نکردیم که با لباس روحانیت در لباس های در مجالس خارجی ها بریم و اونجا برای ما میز بگذارن، ما پیشینیم فکر میکنیم که حالا نجیب تو هم چرا به لباسش گیر دادی؟ خب خوب بود که با اون لباس را باید بکشه در کنار ما نره. اونایی که لباس روحانیت پوشیدن الان جبهه دارن، مصروف جنگن، خط دارن. اونم یه جبهه هست دیگه، جبهه دیپلماسیه. اینا رو میارن تزیین درست میکنن، اینا برای ما پسان دردسر درست میکنن. این آدم اگر از جبهه مقاومت هست، من خواهش میکنم ازش لباس خود بکشه، منظم یک دریشی بپوشه مثل همون باقی عناصر
اروپایی و غربی و دیگه و دیگه برن میشینه در سر چوکی ها. خیلی این بعدا برای ما مشکل ایجاد میکنن. ما که میفهمیم برادرانی که این لباس ها رو میپوشن الان مشغول چی کارهایی هستن. نه به اروپا اعتقادی دارن، نه به امریکا، نه به مذاکره، نه به جنگ در خط اول میبینن میجنگن. من خواهش مکرر میکنم که از این نمادها که حساسیت برانگیز هستند در جغرافیای ما و شما از من بهتر این مسائل رو درک میکنید جناب استاد، نباید دست بزنید. بعد اینها صلاحیت این به اصطلاح نمادسازی رو در کنار یک رهبر نظامی ندارن. ما که البته احمد شاه مسعود که بود، آقای سید مصطفی کاظمی بودن، هم یک فرهیخته بودن، هم یک خردمند بودن و هم یک مرد جنگ بودن، هم مرد دانش بودن. آقای سید حسین انوری بود، دیگرا بود. اونها نمادهای اهل تشیع بودن. اینها آمدن با لباسی که باید بره پیش نماز باشه یا بره در میز مذاکره سیاسی میشینه. این برای ما خیلی بعدن مشکلی ایجاد میکنه. جناب استادی رو من مکررن از جناب احمد مسعود خواهش میکنم که این برادر ما را اگر مسجد رفت نماز میخوان با این لباس برو، ولی در مذاکرات سیاسی در مجالس مخصوصا غربی و اروپایی که هیچ نوع دید مثبت نسبت به جامعه ایران نداره، اتحادی اروپا دشمنی داره با جامعه ایران و با جامعه روحانیت و با جامعه شیعی، بردن همچون چهره های در کنار مادری و مادرو و ما هم برای برادران ایرانی حساسیت ایجاد میکنه، هم سوی تفاهم سیاسی ایجاد میکنه، هم هزار مشکل دیگه. بعدش هم ببین نجیب جان، این لباس ربطی به ایران نداره که خب تو عراق هم هستن، روحانیتش یه این لباس رو میپوشه، چه در اردن باشه، چه در افغانستان، چه در ایران، چه عراق. یک دو فکر نمی کنی این موضوع یه مقدار سلیقه‌ایه دیگه؟ حالا نه استاد، این موضوع به همو اندازه که یک آدمی که مثلا ما اید نمیشناسی میشه در یک چند سال آخیر پیدا شده آوردن اینو در کنار احمد مسعود به یک لباس خاص میورن، برای من قابل قبول نیست. من به عنوان عضوی از این جبهه میگم که ما مشروعیت نمادین برای کسی ندیم که او آدم از نظر مرجعیت، از نظر اینکه ثابت شده باشه این آدم آیت الله است، این آدم نمیفهم چی است، چی این آدم جامعه اهل تشیع پذیرفته، آیا ما این صلاحیت داریم که این آدم در کنار ما نمادسازی بکنیم. اینها تشریفات سیاسی هستند جناب استاد. ما یک رشته در مورد آداب دیپلماتیک درس خوانده ایم، یک نکتایی وقتی میتونه عامل یک پیام باشه، این همه یک دستار در سر زده و این همه یک لباس خاص میپوشیم یک نماد دیپلماسی نیست. است نباید این کار رو بکنیم. ما این صلاحیت ما نداریم. ما ایرانی ها برادر ما هستن. ایرانی ها با جهان مشکل دارن، با آمریکا مشکل دارن، با اروپا مشکل دارن. مسئله های ایرانی ها فرق میکنن، مسئله جهان چی با جهان با مسئله های جهان ما فرق میکنن. بنان باید در این مورد باید بسیار با احتیاط حرکت بکنیم. و من خواهش میکنم از جناب کابولی صاحب، من حرفایش نشنیدم، متاسفانه درد من مشکل داره که من بعد این لباس از تنش در بیاره. این برادر ما در جایگاه هم نیست که از این آدم باید نماد سازی شود. عضو مقاومت است، حتی بر جای احمد مسعود بیاید، من احترامش میکنم، پیرویش میکنم، ولی این لباس خود در مذاکرات سیاسی مخصوصا در جامعه غربی که میره بکشه بهتر است جناب استاد. این من نظر کارشناسی که در حوزه دیپلماسی دارم، آداب دیپلماتیک خواندم من در دانشگاه. متوجه تو در بحث در واقع زبان بدن و لباس ها همین که میگی نکتایی، ولی کاش وارد نمیشه اینا. با الان شیخ باید بیاد جواب بده، دوباره میاد میگه من و تو جزو گمراهانیم. بعد چیکار کنیم حالا؟ الان آقای مشکور گفته من میخوام جواب بدم. بیا آقای مشکور تقاضا بده، بیا من بیارمت بالا. این شارژ گوشی تمام کرده. آره حیفه، نگهش دار، هنوز باید کار داریم، میخوایم برام اون شعر بخونی بازم. استاد مشکور عزیز، من تقاضاتون رو نمیبینم، اضافه کنین تا من بتونم شما رو بیارم بالا. من تایید کردم آیه اینا، بفرمایید استاد در خدمتیم. استاد مشکور بفرمایید. ببینید جناب آقای جعفریان
هم طبق توصیه شما و هم به خاطر هم اخلاق ذاتی خودم و مسئلت مقاومت، من تمام تلاش کردم که با تمام ادبیات زمیندهی که جناب بارور داشت فضا را تلطیف بکنیم، ولی ظاهرن که توصیه بخشای امنیتی ایرانشان وادار کرده که در این لایف بیایه و خلاصه حتی کی بکنه. شما دارم کشور هستین که رئیس جمهورش میره در سازمان ملل با جناب آقای جعفر اجازه بتین و ایشان بالاخره قانون چنان تحت فشار قرار گرفته که تو گفت که به اصطلاح چطور گفت بند دیفیم سوس بود، حالا میگه انترنت نداشم کنه که پارش نید اگه نگه فردا بشنوه. جناب جعفریان ایشان از حوالی تمدنی گفت میزنه که آیت الله خامنه ای رهبرش در سازمان ملل با اینمی لباس رفت، رئیس جمهور ایران با اینمی لباس میره، پریش و رئیس جمهور ایران با اینمی لباس رفت امر آقای پوتین. ای که شما در 20 سال تحت تفکر و فرهنگ سکولار امریکایی تمام نمادهای ارزشی شما را دست دادین، پس می چپنم نپوشن برای شما چون در رسانه آمدین چپن پس رو بازی نکو با ارزش ها و مو چپنم یک نماد است، اینوی لباسم نماد است، ما در حوزه مقاومت از تمام این نمادهای خود دفاع میکنه. ما ای که بالاخره ما چی کاره هستم کجا بودیم، طبیعتا هم سن سال ما و هم سابقه علمی ما و هم کتابایی که نشر کردیم بسیار سنگین تر از شما جناب آقای بارور. ادبیات ملی ادبیات تخریشی نیست، غرور در من نیست. یکی چهار تا شعر سرودی و چند نفر به چکچک کردن، بسیار مغرور نشو تو افتادگی آموز. اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است، انسانها را تحقیر نکنین که خدا شما را تحقیر میکنه. ما به عنوان شهروند افغانستان بلند بچه کابل در کنار آقای احمد مسعود هستم، تو بخوای یا نخوای ما در کنار ازی هستیم تا مرد شهادت را. ای که او سرویس استخباراتی ایرانی که تو مأمور کردی گفاره بزنی او خوش شوه یا بد شوه او بر ما ارزش نداره. ای که ما علیه امریکا یا پاکستان یا ایران یا هر کس به خاطر کابل به خاطر افغانستان گپ میزنم و تو امروز به اوتومان شما بگیری بگی که لباسایت رو بکش، تو این یک طالب خود در درونت داری، تو میخوای که هویت ما از ما بگیری، تو باز تفکر مثل طالب وارد، تو اجازه نمیدی که لباسی که میخوام انتخاب بکنم تو فقط برادم زاویه دیدی که چهار تا غربی برات مشخص کرده به اینی که رقم لباس رو هم قاشق دست راست بگی چنگال چپت بگی. من انتخاب میکنم که در کجا برای فرهنگ مرزش هایم بونه فرد مبارز بونه فرد که از سال 68 در جبهه بودیم در سنگر بودیم. آقای بارور من نیفم سال 68 و 69 تو چند ساله بودی، ولی من زخمی جهاد هستم، هم در دوره جهاد بودیم هم دوره مقاومت بودیم در غرب و شرق عالم. نام مشهور کابلی فعلا اگه نام به اصلاح چیز نیست بودی تو نمازسازی میشه. من با مقاومت مشروعیت میتونم، من با مقاومت حمایت میکنم، من با سنگردارای خود دلگرمی میتونم در پروژه علمی لباس، در پروژه لباس. ولی تو امشب میای با شعرت می دلم سنگردار سرد میکنی. من سنگردارا در کنار رهبرشون احمد مسعود در کنار سیاسیون پشتون و هزاره و تاجک و ازبک و قزلباش و سید جمع کردیم. ما میدونم درد شما از کجاست، چون مشکور کابلی همزه وحش و بین اقوام بوده. درد تو و لجن پدرام این نمیست که چون نمی تفکر به وجود داره. بله تفکر ما اسلامی و ملی هسته، جبهه ما ملی مذهبی هسته، هم به عنوان چیه پاسمان ارزش های مذهبی خود هستم و هم به عنوان یک نیروی ملیگرا پاسمان منافع ملی خود هستم. ای که تو خوشت بیه یا بدت بیه از احمد مسعود تو احمد شاه مسعود تو ربانی تو کلی تو خود دراو بکنی، بالاخره قامه تمدید شد و بازو یک رقم نفر استخباراتی از تو خوش شد و خیلی ارزش نداره بر ملت افغانستان. قطعا نسبت به گفایی که تو امشب زدی و زدگا جای میزنی، رفتاری که من میکنم نسبت به ملت خودم، نسبت به مقاومت خودم، نسبت به ارزش های ملی و اسلامی خودم، باز هم خدا قضاوت میکنه و هم مردم قضاوت میکنه. من میگم بحث اینجا بس کنید جناب آقای جعفریان. دیگه جناب آقای جعفریان در لایف خودت بک فرد که یک طالب خرد درونش هست و در لایفت می بر نفر میگه لباس هویت تو وردار، اجازه ندین. در پوشه که نفر شاعر است، ما گفتم شاعر میتونه بخون سرگردان باشه، ولی که چهار تا استثنام کردم جناب جعفریان و جعفریان عزیزم چهار تا استثنایش است. جعفریان امروز صدای مقاومت است، امروز جعفریان ایمانش از ایمان همه ما بالاتر است و انتصر من بعد ما ظلموش هم در دوره مقاومت اول و هم امروز انتصار کرده و عمل صالح هم داره و بالاتر از عمل صالح هم جلیس که تمام افراد علیه مقاومت بودن. جعفریان با اون تن مریض خود با اون پای علیل خود آمد با یک موبایل صدای مقاومت شد. جناب جعفریان شما از اون نیستین، ولی که من تکرار میکنم این دفعه با صراحت میگم که این برادر ما وای کنه خود به کریم میزنه و میگه مثلا نمیشتم. قطعا ایشان از اون کسایی که قرآن میگه علم تر انهم فی کل وادی یهیمون، سرگردان است آقای بارور. اونم چه آیه قرآن رو بخون، از سرگردانی بیرون شو، از خیالات اوهام بیرون شو، واقعیت ببین. پشتون واقعیت کشور است، تاجک واقعیت کشور است، تشیع این مشهور کابلی واقعیت داستان است و تو افراد مثل تو نمیتونن مرا احمد مسعود را این تفکر این جیران حس بکنید.
ما میریم با آزادی میرسیم با حکومت و دولت، مردم ما میرسن با آزادی و با عدالت میرسن، ولیکن شما دونم خیالات و دونم اوهام و دونم ابیات و دونم شعرها و دونم ادبیات حجم خرقانیتان به اصطلاح میمانین، از حج دست بکشین. با تکرار میکنم حضرت مولانا گفت که تو برای وصل کردن آمدی نه برای فصل کردن آمدی. خدا کنه شعرت برای وصل کردن اقوام باشه، شعرت برای وصل کردن و پل زدن باشه، نه که ادعایی که میتونی بعد در عمل بری زد پشتون گپ بزنی با زد او گپ بزنی زد او گپ بزنی. فرق ما و شما در این نیست که ما همزه وصل کل اقوام و جیرانهای چپ و راست و سکولار و مذهبی و همه هستم ما. و حضور ما در این بیانای سی بر کلی ثابت کرد که ما میخوایم که چپ ما، راست ما، سکولار ما، مذهبی ما، همه دین جیران باشن، همه دین جیران باشن. در نقشه را ما رشته کردیم که افغانستان متعلق به تمام مردم افغانستان است، با هر گرایشی، با هر قومی، با هر جنایی. ما هم تنگ افغانستان را میخواییم. خدا نگهدارتون جناب آقای جعفریان. زنده باشید. قربان شما. فدای شما بشم. خب قربان شما. باربر عزیز، من فقط یه موضوع شهادت بدم دوستان من. من به شخص باور دارم. صدای ما رو داری؟ تو اینترنت ضعیف مسکی های باربر. بله. یک این دو موضوع شهادت بدم. من باور دارم به خدای من، به خدای محمد قسم، من باور دارم که اگر ما عدد مثلا باورمندی به جهاد و تلاش برای مقاومت رو بگیریم 10، به باور من اختلاف بین آقای مشکور و آقای نجیب 1، یعنی 9 در 9 بخش اینا با هم مشترکن، 1 بخش شاید اختلاف سلیقه داشته باشه، اون 1 بخش شاید تاب آورد، ولیشون یه نظر داره دیگه. یا آقای من هم به در واقع حرف من خطاب به نجیب جانه که حالا بین با این لباس ترجیح میده، من باور دارم سلیقه است، ایشون میگه نه معنا داره، نظرات خودشم گفت، نظرش هم محترم، نظر من با ایشون متفاوته، اشکالی هم نداره، سر این تفاوت نظر دعوا نمی‌کنیم، نظر متفاوته. نکته دیگه در مورد این گفتن تو میخوای اقامت رو تمدید کنی، من شهادت میدم که آقای نجیب از مسکو برای خودش و خانواده‌اش با بورس دستمزد بهش میدادن، التماس کردن روسا که بیا اینجا در دانشگاه اینجا باش هم بخوان و هم تدریس کن، و ایشان نرفت. همین الان هنوز بخواد بره اون فرصت باقیه، ترجیح داده در مشهد بمانه، عجیبش خرج بکنه در خانه اجاره‌ای، ولی نره مسکو. اینجوری نیست. خب در موردی که اطلاع نداریم نگیم، حیفه دیگه. این مورد چون من اطلاع داشتم در جریان کامل که به ایشان پیشنهاد کردم بیاید فلان دانشگاه روسیه هم تدریس کنید هم بخوانید، و دستمزد کلانی هم بهش گفتم، برای کل خانوادش هم اقامه و همه چی میدادن، نیاز به اقامه ایران هم نداد، جایی که خیلی ایرانی ها دلش میخواد فرار کنن برن اینجا. بگذاریم، اگر نکته شما دارید بفرمایید. بخشی از صحبت های ایشان درست بود، این که ما برای وصل کردن اومدیم منم تایید میکنم، باید به این سمت بریم، ولی بخشش هم خب به مسائل شخصی رسید، برای همین من گفتم در ابتدا، چون استاد ماست، بزرگ ماست، آقای مشکور ازش خواهش کردم وارد مسائل شخصی نشین، مثلا توییت خب جاش اون بود که در همون توییتر جواب داده میشده، اینجا بحث دیگری بود. علایی حال این چیزا طبیعیه. حالا اگه شما نکته ای دارید بفرمایید، وگرنه که شعر بخونید یکم برای ما. تا وقتی که استاد شناسنامه ایرانی برای من ندن این اتهاما پاک نمیشه. من دیدم ایران متعلق به همه ماست و ما همی امید داریم که این جغرافیا نیاز به ویزا نداره برادر ما، ولی با این لباس خودش وقتی که به کشور اروپایی بره من اقامت چیزا نیاز میشه برش. ما که اینجا کی کار داره با ما؟ نه ایشان طبعه یه چیز طبعه ایشان که رفته طبعه یه آلمان هست، و من هم معتقدم خودش اقامت داره، نباید کسی دیگر متهم به اقامت اینا بکنه. ولی به هر حال این حرف رو استاد همیشه اون آدم های اونوری میزنن برای من، آدم هایی که معمولا دوستای خود ما نمیگن. بودن این آدم ها برکت توی جبهه های ببینید، اختلاف نظرها باید باشه، ولی اینی که یک آدمی هم باشه با قبول نمی کنی که این در واقع تفاوت ها اینها یه نعمت برای جبهه.
بلا جناب استاد، خب اینا گفتن که من یک قسمت صحبتاش شدیدم که یاداش میکنم، اینا من نفهم که چی کاره هست چی یاداش میکنم. ما برای اینا حرفی هم نداریم، حرفای ما را که میگیم هم نه. آقای مشکور عضو شورای رهبری جبهه مقاومت ندارم به هیچ عنوان. اگر لباس خود در بیاره به عنوان یک فرد حقوقی بیایه میپذیریمش، ولی با این شکل شمایل من ایشان به عنوان هیچ چیزی قبول ندارم. اگر من حقی بر جبهه داشته باشم مشارکت ایشان رو ویتو میکنم. به هر حال ما با تاختن به اصطلاح از آن طرف آشنایی داره، میتازن بر ما باکی هم نیست. چون وقتی آدم انتخاب میکنه که در معرض یک مخالف یک دیدگاه قرار بگیره، مثل شنا کردن برخلاف موج است. طبیعی است دوستان ما بتازن بگوین هر چیز میگن، حتی اگر مطابق به تعابیر شکمی خودشان ما را گمراه میدانن. آقای وارد این بحثان نشد دیگه. یک گفتم اختلاف سلیقه است، واقعا اختلاف سلیقه است. نه اینا یک جای دیگری می آیند جناب استاد، از یک جای بسیار آشنا می آیند که برای ما شما آشنا است. این نوعی از لحن، این نوعی از گفتمان که کم هم نبودم مواجه بزرگان فرهنگی ما با ما پروای از اون هم نداریم. من چند تا خواهش دارم از این برادر ما و ایر برادرانه ابراز می کنم. اول وقتی در جلسات بیرونی می رن لباس خود بکشه، عضو جبهه مقاومت از عضویت عضویتش بالای چشم و دیده ما، حتی اگر به جای خود احمدن بیه من برای این آدم بیعت میکنم. ولی لباس خود بکشه تا وقتی که این آدم تعیین صلاحیت شوه، پذیرفته شوه، اساسیت های همسایگی و برادری ما رو با ایرانی ها بسنجی، ببینیم که های اونا اجازه میدن همچین یک فیگوری در افغانستان با این شکل و شمایل که طبعی یک کشور خارجی هم از در کنار ما باشه. در حال ولی بحث من این از جناب استاد که با همچون یک وضعیت مواجهیم و متاسفانه قابلیت های که در محوریت رهبری باید با وجود بیاید که بیاید پاسخ قناعت بخشی به دیدگاه های ما و اعتقاد های ما را بکنن، معمولا وارد مسائل میشن که اصلا به بحث ما بر سر انحراف از قناعت گفتمانی جبهه مقاومت بود که من فکر میکردم که باید بیان بکنم، چون او عناصر سیاسیه که به عنوان یک مبحث جمهوری مطرح شد توسط آمریکایی ها هنوز بر سر کارن. ما فیگورایشان رو میبینیم، کارهایشان رو میگیریم، فعالیت هایشان رو میبینیم که من امیدوار بودم مقاومت به او مانیفست مبارزاتی خودش بر بگرده. اشتباهاتی که بعد از شهادت عامر صاحب به اتفاق افتاد اونا رو ارزیابی بکنه، مسیر تازه تعریف بکنه، به قناعت چهره های سیاسی تاثیرگذار بپردازه، به قناعت اقوام بپردازه، و قناعت حتی پشتون های ناراض بپردازه. یک قسمتی از خود طالبان همی الان که با شما صحبت میکنم اطلاعاتی که ما داریم از وضعیت ناراض هستن، مخصوصا عناصر تاجیک و ازبکی که طالبان را پشتون ها را در گرفتن شمال یاری رساندن. امروز بنابر تفاوت های سلیقه اختلاف نظر دارن. ما چطور میتونیم از این فضا برای یک کار سیاسی مدد بجویم به جای از اینکه بریم به دامن اروپایی ها و دامن آمریکایی ها و دامن روس ها کار در داخل خود جغرافیا و در فضای میدان بکنیم؟ مدت های طولانی میشه که اصلا ما میدانی نداریم. این برادر ما یکی از گپایش میدان بود، اصلا میدانی وجود نداره. کدام میدان؟
همه چیزی با آمد برمیور یک دیپلماسی کور به نظر من. تا دیپلماسی روشن هم نیست که ما بخواییم چی میکنیم چی نمیکنیم وضاحت ندارم. به هر حال نگرانی های من نگرانی های فردی نیست، بر مبنای اطلاعات است. من تقریبا امروز صبح وقتی بیدار شدم 6-7 ساعت یادداشت کرده بودم، اسنادهایی بود، اسامی بود، حرفایی بود که قرار بود بگویم، اما بنابر ملاحظاتی که از طرف دوستان مطرح شد، بنابر ملاحظاتی که از طرف آدمهای دوراندیش مطرح شد صرف نظر کردیم، اما همچنان بر این نگرانی هستم که ما باید راهبرد طولانی مدت مقاومت تعریف بکنیم در یک استراتژی به اصطلاح تعریف شده، هم سیاست داخلی و هم سیاست خارجی ما را ترسیم بکنیم. احمد شاه مسعود در هر حوزه یک مشاور داشت، اگر نیاز میشد کسی به اروپا بره مشاور بخش اروپاییش میرفت، اگر نیاز میشد کسی به روسیه بره مشاور بخش روسیش میرفت، اگر نیاز میشد کسی به امریکا بره مشاور بخش امریکاش میرفت، خودش با نمیشد که آنجا بره. یک سفر در زندگی خود انجام داد و به نظر من اشتباه بود، حتی سفرش به اروپا به نظر من اشتباه بود، باعث شد کشته شد. بعد از این سفر کلانهای ما کلانی خود بدانن، خردهای ما خردی خود بدانن، مسئولین جبهه به جای از اینکه متقابل شوند با دیگران و نگرانی های مردم پاسخ بگویند، انتقادها، پیشنهادها، طرح اصلاحات برای بهبود است. برای خود نخواستیم چیزی و نمیخواهیم و شما کسانی هم نیستی که برای ما چیزی داده بدانید. همیشه از کار خود، از فکر خود، از فکر خود، از ظرفیت خود ما استفاده کردیم. در 20 سال حضور آمریکایی ها به دروازه کسی نرفتیم، از کسی مقام نگرفتیم، امروز هم از کسی چیزی نمیخواهیم. اما تنها خواسته که داریم این است که به تعبیر افلاطون از عدالت هر چیزی در جای خودش قرار بگیرد. من رهبری کرده نمیتوانم، رهبر شاعری کرده نمیتواند، شاعر جنگ کرده نمیتواند، جنگجو شعر نوشته کرده نمیتواند، دیپلمات سیاست کرده نمیتواند، سیاستمدار دیپلماسی کرده نمیتواند. هر کسی مطابق به قابلیت‌هایش، مطابق به تواناییش در جای خودش قرار بگیره، توجه به خیشتن، خانواده‌گرایی کم شود، مردم فرصت و مجال بیشتری پیدا بکنند. از چهره هایی که اعتراض دارن با گفتگو با مراجعه حل شود. ابی امروز یکی از مثال های بارز دلیل دوری انصال آقای لطیف پدرام که 20 سال در برابر اشغالگری هم مبارزه کرد، در برابر شومیزم قومی هم مبارزه کرد، در برابر طالب هم دیدگاه داره، علت دوریش از جبهه چی است؟ ما مگر در جغرافیای فرهنگی و فکری خود ما چند تا دکتر لطیف پدرام داریم؟ چرا از این ظرفیت‌ها استفاده نمیشه؟ لطیف پدرام باید بخشی از مقاومت باشه، لطیف پدرام باید بخشی از تفکر ما، مشوره ما، گپ ما و سخن ما باشه. آدمی که استاد برهان الدین رباری دوستش داشت، حمایتش میکرد، آدمی که احمد شاه مسعود بارها با او خلوت میکرد، آدمی که در تحورات ما، در گپ ما، در سخن ما مردانه استاد شده، هر فقط از ده. چرا امروز آقای مشکور کابولی از آقای دکتر لطیف پدرام بهتر است؟ بخاطر از اینکه یک ایده اصلا خواسته ای ندارن، سروزیر هستن، نه حرفی برای گفتن دارن، نه حرفی برای دیگران دارن. بیاین در مورد اینکه چطور میشه بر این همه اعتراض و انتقاد و اصلاحات خواهی پاسخ موجه ارائه بشه.
من باز با تأکید و اصرار میگویم که برای خود ما چیزی نمیخواهیم، ولی برای اون آدمی که زحمت کشیده، جنگیده، برای اون آدمی که شایسته است که در یک جایی که باید امروز باشه نیست، دادخواهی میکنم. بس است از اشتباهات دیگران عبرت بگیریم. مارشال صاحب فهیم امی خیش قوم خودش بدنام کرد، دکتر صاحب عبدالله را امی خواهر خارزادیش بدنام کرد، آقای امرای صالح را امی اطرافیان و تیم و تیمبازی خودش را بدنام کرد. بیایید یکمی وسیع شویم، یکمی گسترده شویم. با یک مشکل مواجه هستیم، با یک مشکلی که به تنهایی حل نمیشه. اگر مسئله یک خانواده بود، اگر مسئله یک ولایت بود، اگر مسئله یک قریه بود، میگفتیم هر کسی میخواه با هر میکانیزمی برای حلش بکنه. ولی یک مسئله ملی است، مسئله قومی باز، مسئله زبانی باز. ببین استاد من، وقتی که میگین گسترده بشه، خب یک آدمی هم مثل آقای مشکور کابلی نماینده یک جریانیه با اون لباس. کم نیستن آدمایی که پشت این لباس میستن. یه دوستی برای من یه پیام فرستاده، میگه به آقای فروغی، اگر درست خونده باشم، میگه به نجیب جان بگو اگر به زبان بدن اعتقاد دارید که لباس روحانی خودش عظمت، قدرت، جدیت رو با خودش داره، به جای این که بگیم تعداد بیشتری باشون باشه، چرا میگیم این یکی که هستم هست بشه. من نمیخوام نظر این آدم رو تایید بکنم، دارم سوال رو میخونم، اما یک نکته رو دقت کردی آقای مشکورم گفت. البته آقای مشکور توی بخشی بسیار این که همه رو در کنار همدیگه گفت، بخشش خب جواب داره، نادرست بود به اعتقاد من. مثلا این که ایشان میگفت فلان کس نیست، چرا میگه نمیمونه درباره بایدن حرف بزنیم، بعد بگیم چرا بایدن دربارش حرف میزنیم، پشت سرش باید خودش باشه. کسی که چهره سیاسی هست اونو دیگه نمیتونیم بگیم که چرا درباره آقای سپن تو چهره سیاسی، آقای دوستم چهره سیاسی، اینا باید آمادگی اینو داشته باشن در هر جایی دربارشون حرف زده بشه، خوب یا بد. من خودم شخصا به آقای سپنتا علاقه دارم، آدم همین توی کنفرانس دوشنبه بود، عزیز به نظر من، اشتباهاتی هم ممکن داشته باشه، همه ما اشتباهاتی داریم، ویژگی هم داریم. آقای نجیب ممکنه نه معتقد باشه اون خیانت کرده، اما طرح این موضوع به این معنی نیست، اینجا دادگاه نیست که حتما بگیم اون آدم باید باشه. این یک. دو، اما یه نکته رو آقای مشکور گفت که دقیق بود، گفت که در بخشی از صحبت شما تناقض داره. اون بخشی که من تو قسمت قبلم پرسیدم، شما یه پاسخی دادی اما تکمیل نکردی. اونم اینه که درباره وجود بعضیا در کنار جبهه میگی که اینها همه چیزو به باد دادن، فاسد بودن، قصد بد جور کردن، دنبال پول و پیسه و فلان بودن، و حالا اومدن دوباره باز همون رویه رو دارن در کنار جبهه پیش میبرن. بعد ناراحتی میگه چرا بعضی از اینا نیستن، بعد از یه آدمای نام میبری که اونها هم خوب متهم به همین چیزا هستند. خیلی از اون اسامی که شما میگی خیلی بدتر از امثال سپنتا متهم به این امور هستن. نمیشه یه گده رو گفت از یه گده که خوشت میاد اونا رو در کنارشون بگیری و بگی مثلا اینا چرا نیستن، به وجود یه گده دیگه انتقاد بکنی. این دو نکته. نکته سوم این که در مورد پدرام صاحب، ببین هر کی از جبهه جدا میشه اغلب سوال اینه، میدونی که چقدر ما رفیقیم با پدرام، تو خودت هم میدونی. من اولین بار شما رو بعد از اون شعر زیبایی که در سالگره آمرسار خوندی در خانه آقای پدرام دیدم. ما هر دومون دوست صمیمی ماست، دکتر صاحب پدرام برای منم عزیزه، او یک تئوری پرداز و یک صاحب نظر شگفت انگیزه مثل خودت، که خب نظریات خیلی خوبی داری که خوب همیشه سر اون نظریات بحث کرده بشه، تکشکاری بشه، نه بعضی از موضوعات جزئی اینجوری. اما چرا هر کس که از جبهه جدا میشه ما جبهه رو مقصر میدونیم، میگیم جبهه چرا باید این آدم این جبهه چرا باید اینا رو از دست بده، اینا چرا جبهه رو از دست میدن؟ بیا از این پنجره نگاه بکنیم، بگیم خب حالا مثلا یکم تحمل میکردن، یکم الان به خاطر مردم افغانستان به نظر من همه باید از خودشون بگذرن، همه باید سختی هایی رو، اگر یه چیزی رو سلیقه‌شون نیست، یه چیزی سخت میگذره بهشون. تو فکر میکنی الان اینایی که توی جبهه هستن سمت و فلان دارن، جدا از این که یک عده‌شون هر دوی ما میدونیم نباید باشن، درباره اونا حرف نمیزنن، اون بقیه‌شون که اصلا فکر میکنی خوش میگذره بهشون،
همین شیخ میدونی که بلای سرش اومده، 20 روز اینا دنبال از این جا برو به اون جا، شغل و کار و یک کسی همراهش بود آقای قاری‌ویسا از بچه های پشتو حاجر صاحب نظر، کل تجارت خونه‌اش رو تعطیل کرده بود برای که حضور داشته باشه که بگه آقا طالب نماینده پشتون نیست، اینا بنده پشتون اومدم اینجا تو کنفرانس دوشنبه هستم، در مسکو بودم، در وین هم رفت. خب اینا قابل احترامن. من یکم از این کشمکش ها میترسن نجیب. حیفه با این وضعیت اگر بچه ها پیش برن، شما بقیه آقای مشکور اینقدر زود عصبانی و تیز بشین دیگه نیاز به طالب ندارین. شما خودتون رو فیک میکنین. یا آقای پدرام من صحبتاش شنیدم، یه سری انتقادات داشت، خیلی هم صبوری کرد، قبولم دارم که بعضی بی‌مهری ها بهش شد، نباید میشد، باید توجه، اما آنقدر واقعا موضوع جدی بود که ما در وضعیتی که طالب دشمن مشترک همه تونه بیایم یک شقاق ایجاد کنیم بعد بریم اون، اگر هم جدا میشیم لاغل مثل خیلی های دیگه در نفی اون طرف دیگه حرف نزنیم دیگه، ساکت باشیم تا ببینیم چه اتفاقی میفته. من یکم نگران این موضوعاتم، دلم میسوزه وقتی اینا میبینه. الان وقتی آقای چیز پکر شده بود شما اشاره کردید، به خدا دلم میسوخ، میگفتن الان باید هر دوی اینها بزنن تو سر طالب، نه اینکه این مسائل وقت هم تو رو بگیره، وقت شیخ رو بگیره که بیایم به هم دیگه جواب بدیم. نمیتونم، والا این ذهنیت منه، برای همینم اومدم زندگی می گذاشتم، دو ساله اومدم چون فکر میکنم سمت درسته تاریخ ایستادم. اینم بگم و بسپارم به تو بحث رو. در مورد میدانم که صحبت کردی، حالا من که نزدیکترم به جبهه، کاهش پیدا کرده فعالیت های میدانیشون، اما به این معنی نیست که میدان وجود نداره. شما اخباری که دنبال میکنی اینا درست یا غلط، ببین من دفاع نمیکنم، اما اینا مدعی هم که به سبب اینکه هزینه جانی زیادی براشون داشته نبرد کلاسیک و داشتن خط در کوهستان، به خصوص بعد از شهادت آقای خیرخواه و اینها، و توان تنبیه به اون شکل لازم رو نداشتن، اومدن استراتژی جنگشون رو تغییر دادن، از شیوه جنگ خطی و قرارگاهی به جنگ شهری، و توی جنگ شهری هم تا به حال کمابیش موفق بودن، اون مقداری که لازم بوده حضور بروز نداشتن، این رو قبول دارم. نامی که به این بزرگی هست جبهه ملی مقاومت افغانستان باید میزان عملیاتاش و فعالیتاش بیشتر باشه، اما اینا فکر بکن شاید یک استراتژی فکر کردن که این توانایی ها، سلاح، پول و امکاناتی که دارن نگه داشتن تا در زمان مناسب برای تسخیر یک جغرافیای مورد نظرشون صرف بکنند. همینطور که گفتی، خب شاعر کار نظامی نمیتونه بکنه، نظامی نمیتونه کار شاعر بکنه، هر دوی اینها نمیتونن کار یک ملا رو بکنن، ملا کار هیچ کدوم از اینا رو نمیتونه بکنه. برای همین در حوزه میدان من خود سری گمیله با شما اختلاف نظر دارم. بفرمایید. گفتم ملا کار همه رو میکنن، ولی دیگران رو سر که در این مورد گرام در آلم نگیم. ببین یک چیزی گفتی، خدا صدا تو قطع کرد، فکر کنم داشتی علیه ملا میگفتی، خدا صدا تو قطع کرد. تو فکر کردی شوخی، ملا کرامت دارن نه حسابی. من کیفیت اینترنتت خوب نیست، صدات قطع وصل میشه، چیکار کنیم؟ اختیار با شما جناب استاد، صحبت من تمام است. من در چند مرحله صحبت ها تمام است. دلم میخواد شعر بخونی برام. من میخوام صدا رو درست کنم. تا جایی که میتونستیم آنچه که نیاز بود گفتیم. امروز هم میخواستیم که حرف آخر بگوییم، اتمام و حجت بکنیم، ولی همچنان صدا بده، کسی نمیشنوه. صدا تو درست کن، یا چیز تو عوض کن، خط اینترنت تو، وگرنه حیفه داری میگی هیچی نمیشنوه. میخوای یک بار خارج شو دوباره وارد شو. دوستان عذرخواهی میکنم، آقای نجیب رو دوباره وارد میکنم. حیفه، گفت اون بخش اصلی رو میخواست بگه که بذار من دعوتش بکنم که
صداش لاغل مناسب باشه، اینجوری حیفه. خب الان خوب شد. ببین نجیب جان، اومدی سر اصل بحث، یعنی تیتر بحث ما این بود که من میخوام اتمام حجت بکنم. بگو ببینم اون اتمام حجت تو بگو و بعدا شعرخوانیت هم یادت نره برای ما. الان صدا درست شد استاد؟ الان عالی شد. بعد من در چندین نوبت تلاش کردم که آنچه را که فکر میکنم نیاز است و آنچه را که فکر میکنم باعث پراکندگی و تفرقه و دلسردی است با نشست و برخواستی که در میان مردم داریم، در میان سیاست مداران داریم، حتی در میان اهالی میدان داریم، جناب استاد، همه اینا را من ملاقات کردم، اونانی که مبارزه کردم، همه بر یک چیزای نگران هستند، گپ دارن، سخن دارن. ما در این مسیر آمدیم و از این که مورد ستایش و مورد توجه کسی باشیم گذشتیم، ولی حرف خیلی از مردم به گوش برادران ما رساندیم. امروز هم میخواستیم اتمام حجت بکنیم، اما بنابر دلایل دوباره حوصله میکنیم، فرصت میدیم برای دوستان ما که حداقل آنچه که لازم است برای بزرگی خودشان، نه برای ما، آنچه که لازم است برای مدیریت سیاسی، برای مشروعیت رهبری، برای خیلی از چیزهای دیگر به این مسائل توجه بکنن، نگرانی های مردم ها بشنون. یک حکایت یادم آمد، حکایت را بگم بعد از باز شعر میخوان. بهرام گور وقتی در شهر میبرآمد، در نگاه هایی که او میخواست برسه پاسخی نمیگفتن. روزی به یک صحرا رفت، دید که یک چوپان یک سگ را بدار. از این ماجراش گفتنه شد و رفت از این چوپان علت تذکار پرسان کرد. گفت داستان طولانی دارد. گفت بگو برای من. گفت من رمه داشتم و این سگ از آنها پاسبانی میکرد، حتی در مواقع با چند گرگم همزمان میتونست مقابله بکنه. وقتایی که مریض میبودم و در خانه میبودم، این سگ رمه را بر میداشت، میرفت به صحرا و بر میگشتان رمه را، مثل یک دستیار برای من کار میکرد، تا اینکه مورد اعتماد کامل من واقع شد. اما پس از یک مدتی از رمه گوسفندان کم می شدن. تا این که تعقیب کردم که این سگ وقتی در صحرا میره مشغول چی است. رفتم تعقیب کردم، این دیدم که با یک مادگرگ دوست شده و وقتی با او در صحرا یک جا میشه و معاشقه میکنه، دیگه پروای رمه رو نداره و هر روز آشنایان از این مادگرگ میان و از رمه میره باید. تا اینکه هیچ چیزی برای من باقی نماند و امروز این سگ را دار کشیدم که عبرت بشه برای سگهای دیگر. بهرام گور میاید در پادشاهی و در تخت انگیزه میگیرد از این هر. بالاخره میگه یک مشکلی در اینجا وجود داره و باید اینو پیدا کنه. بهرام گور یک وزیری داره که خیلی از مردم اذیت کرده، حقشان خورده، زمینشان نگرفته و یک ترس عجیبی در بین مردم ایجاد کرده. زندانی ها چیزی نمیگویند و میره از زندانی ها پرسان میکنه، یا هم چیزی نمیگه. بالاخره یکی از مشاورین میگه که وقتی وزیری کار کرده باشه
تا وقتی که مردم او را زندانی نبینه جرأت نمیکنه که در مورد زو حرف بزنه. او آدم فعلا در قدرت است. شما اولی را بندی کنی بعد ببینید که چقدر شوکی پیدا میشه. وزیر بندی میکنن، از زندان شروع میشه، 10-15 نفر شکایت سر میده که زمین ما گرفته، باغ ما گرفته، زن ما گرفته، پول ما گرفته. بعد اعلام میکنن در شهر که وزیر زندانی شده، اگر شاکی هستید بیاید. تمام شهر رجوع میکنن به طرف دادگاه و میان هر کسی شکایت خود میگه، تا اینکه میبینن که یک ظلم ساختارمند علیه از این مردم صورت گرفته و امو قسمی که امو سگ به دار کشیده شد، وزیر به دار کشیده میشه و مردم رهایی پیدا میکنه. حالا هم من فکر میکنم یک مشکلی وجود داره جناب استاد در این بسر. خود آقای احمد مسعود نیتش، رفتارش، اخلاقش، کارش، گفش برای هم مردم هست، ولی یک حلقه ای هست در کنار از اینکه میتازند، کنایه میگن، طعنه میزنند و همین حلقه باعث شده که بزرگان از این فاصله بگیره، همین حلقه باعث شده که دانشمندان از این حلقه فاصله بگیره، همین حلقه باعث شده که جنگ های در اون محلی بین بدخشانی ها، پنچیری ها، اندرابی ها، تخاری ها، ایراتی ها، این امثال ها رخ بده. اینجا یک مشکل است. رهبر خردمند باید به دنبال رفع این چالش باشه، این چالش برداشته شوه، از امکانات، از فرصتها استفاده بهینه شوه. ما با یک دشمن بسیار ساختارمند مواجه هستیم که به تنهایی نمیتوانیم شکستش بدیم. زمینه های افتراق، زمینه های پراکندگی برداشته شوه، ما با یک وحدت نظر برسیم که صف مبارزاتی ما شکل بگیره. حالا اگر اجازه باشه من طبق فرمایش شما یک شعرم میخوانم، بعد فکر کنم که شما هم خسته شدید و تعقیب کنندگان، تعقیب کننده ها هم کم کم تشریف فرما میشون. نه زنده باشید. اولا که متوجه باش که این از چند پلتفرم پخش میشه، به عددها اینجا نگاه نکن، جای دیگه همه مشتاقن در حال دارن میبینن. نکته دیگه هم این که شب خیلی خوبی و لایو خیلی جذابی بود، خیلی بحثای خوبی شد. نکته بود که از یادم رفته بود، الان یادم اومد. آیه کابولی یه نکته رو گفتن، گفتن که در واقع چون خطاب به من بود من باید پاسخ بدم، گفتن چرا ایشان آوردید به این لایو، نباید زد بشه. ببینید دوستان من، اگرچه که آقای کابولی از رو دلسوزی اینو گفت، یعنی ذهنیتش این بود که جبهه تضعیف نشه و اینها، اما لایو کارش همینه. لایو میاد، دیدید آقای رجیب هم خب به حال با خونسردی نشست گوش کرد، آقای مشکور هم همینطور. لایو میاد، همین اندیشه هایی که مقابل همدیگه هستن همشون فرصت طرح پیدا بکنن. طبیعیه، من ملاح بطلاح هم اگر بیاد به این لایو من رو چشم میارمش، باید بیاد حرف بزنه بقیه بفهمن ای کاش بیان، ای کاش مخالفین بیان تو مردم ببینن چی در چنته دارن حرفشون رو بزنن. برای همین کسی رو سرزنش نکنیم که چرا در لایو این آوردی اونو، هر کی میاد به لایو بلند شه بیاد حرف بزنه، مخصوصا آدمایی که خب به هر حال سری بین سرها دارن و دنبال کنندگانی دارن، علاقمندانی دارن، اونا که دیگه اگر میان تازه افتخار میدن به لایو، محبت میکنن میان. بخون عزیزم، بخون که خیلی دلم میخواد. اگر شعر تازه داری که بهتر، اگر نه که باز از همون قدیمی ها، همون کار آسیر هم که چیز کرده بودی، اگه فرصت شد تضمین کرده بودی، چقدر خوب بود اون کار، اونم بخون. الان دیگه شعر جدید از روی کتاب باید بخونم، همش شعرهای قدیمی. اون شعرهای جدید هم توی گوشی هست دیگه، نمیتونم حالا به گوشی دستی ندارم جناب استاد. بسیار خوب، بخون. لعل ما مشترک است و دو بدخشان داریم، لعل ما مشترک است و دو بدخشان داریم، چند جسمیم جدا مانده که یک جان داریم.
دور کردن مرا از تو که دشمن باشیم، بعد دیدن به هم عشق دوچندان داری. نه به خطهای سیاسی و سیاست بازی در دل کابل اگر مهر به تهران داری. دخت شیراز گل تازه به گیسو زده است، با وجود که خزان است بهاران داریم. چشمهایش دو بخارا دو سمرقند من است، از لبانش چقدر قند فراوان داریم. رستم از زابل اگر بار دیگر می آید، هر کجا پا نهد از شوق سمنگان داریم. در ادبگاه سخن با دل ویرانه بیا، تا ببینی که در این سینه چه پنهان داریم. هر مگو خواب و خیال است که من میگویم، تا که یاد از قدیم است خراسان داریم. عاقبت از من و او ما به میان می آید، عاقبت از من و تو ما به میان می آید. روی این امر نتکید که ایمان داریم. لعن ما مشترک است و دو بدخشان داریم، چند جسمیم جدا مانده که یک جان داریم. اون بیت ما رو دوباره بخون. آقابت از من تو ما به میان می آید. روی این عمل کن. به همین عمل کن عزیز من، به همین عمل کن. آقابت از من تو ما به میان. بحبه اینو باید رو تابلو نوشت. یه کاری کنین، من و تو تو مشکور و تو ما به میان بیاد. یه شعر دیگه، اون شعر فارسی دم تو این کتاب هست، اون شعری که تضمین کردی؟ نه از آن شعری تازه هست اینجا نمانمش، توی گوشیه. خب صدات هم متاسفانه داره باز بد میشه. اگر نکته باقی مونده بگو، وگرنه که مرخص بشیم از خدمت. خیلی ممنون جناب استاد، مثل همیشه زحمت کشیدیم، خوشحال شدم. من به احترام شما میایم و بهانه هم برای این که کسی در چیزی بگوییم هر جای پراهم میشه اگر ما فکر میکنم که اگر من در اینجا حرف زدم حرف میزدم، اگر نزدم خاموشه. میایم حرف ما رو میزنیم، همان گونه که برادرمون میان حرف خواهی میزنن، هیچ کسی هم به هیچ کسی تکلیف نکنن. صدا دوباره رفت، باید برگردی نجیب جان. نجیب صدا رفت عزیز من، دوباره برگرد، تقاضا بده خداحافظی تو انجام بده. این نمیدونم مشکل اینترنت چیه، 10 دقیقه 15 دقیقه صدا و تصویر سالمه، بعد از 10-15 دقیقه دوباره خراب میشه. حالا گپ چی هست، مشکل چی هست، من نمیفهم. این نور آقای عظیمی بزرگوار چند شب هی درخواست میده، نمیدونم چه گفتنی دارن، همیشه توی این چیز هستن، ما فرصت نکردیم بیاریمشون. یه شب هم تقاضاش تایید کردیم نیومد. نجیب جان دوباره درخواست بده، اون بخش پایانی صحبتت باقیمون نشنیدیم، خوب نبود چیز. آقای بارور عزیز اگر بنا به نیامدن هم داری باز پیام بده که نمیخوای بیای دیگه، یا اینترنتت چیز نیست، به اون شماره دیگه که گفتن تا ما بدونیم که کارمون خلاصه و شما نمیتونی اضافه بشی. استاد نجیب بارور صدای منو میشنوین؟ اگر میشنوین تقاضا بدین. آیه بارور عزیز
شد. من تایید کردم نجیب جان. آه. الان باز دوباره عالی شد. به این وقتی که میای حتی 10 دقیقه یه رو تصویر صدا عالی، باز کم 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 بد میشه. همینجا مچ تو گرفتم. صبر کن. آخرین جمله‌ای که گفتی ما نباید برای دیگه کس تعیین تکلیف بکنیم، درسته؟ بله. برای چی برای یه نفر تعیین تکلیف میکنه که لباس تو در بیاره؟ منظور من این بود که اون که از نظر من که دلیل شعر آتنه، ولی اون دلیل شعر نکرده برای شما. دلیل شعر توی تفاهم با وجود میره، ولی لایف ما کسی تفاهم با وجود نمیره. داریم بحث میکنیم در مورد یک چیزی که واقعا یک مشکل عمومیست مردم برای این جملت خیلی عاقلانه بود. آقا برای تعیین تکلیف نکنین. اون نگه که شاعر چیکار بکنه، شاعر نگه نمیدونم نظامی چیکار بکنه. حرف خیلی عاقلانه است. خب بگو عزیزم، داشتی میگفتی که خیلی صدا قطع شد، حیف شد. شعر البته قابل شنیدن و قابل فهم بود، ولی شعرت هم یکم اینطور صدا داشت بد میشد که دیگه آخرش خیلی خراب شد. بفرمایید که تا با صدا خراب نشده من پر حرفی نکنم. سلامت باشی جناب استاد، خیلی ممنون. همیشه میزبانی کردید از صداهای مختلف، از صداهای گوناگون. ما هم بخشی از مردم افغانستان هستیم، دوست داریم صدای ما از هر وسیله به گوش بزرگان ما برسه. من بار دیگر حرف نمیزنم با اینا، یعنی این آخرین حرفی است که میزنم. بار دیگر باز مسیر ما رو انتخاب میکنیم. هر کسی یه چیزی از خیالی داره، گپی داره، اهمیتی داره، در این طرف در اون طرف. باز اگر گپ نگرفتن دیگه باز مجبور میشیم بریم قرار در خانه ما بشینیم دیگه. ما خو خلافت شخصی با کسی نداریم. اگر این جمع اعتنایی نمیکنه باز دیگه ضرورت به این همه ایاهو نیست. ما را که کسی کار نداره، ما یک شاعر فقیر مشرب به اصطلاح قلندری به گفته دوستا بدور از سیاست و بدور از اینان میریم قرار در خانه ما میشینیم. باز دیگه کتشان حرفی هم نداریم. اما این بارم آمدم و پیش از اینکه چیزهای دیگری بگوییم، باز هم برای دوستا میگیم که خودتان اصلاح بکنی، توبه بکنی، از مردم مزد بخوایی، وضعیت درست بکنی، فضای سیاسی را، مدیریت سیاسی را، رهبری را درست بکنی. مردم بیشتر از این از شما آزرده نشوه. وقتی ما برای ما قابل تحمل نیست که نزدیکترین انسانها به شما هستیم، برای او آدمایی که هیچ وقت دستشان به شما نمیرسه غیر قابل تحمل است. در غیر از او باز دیگه امکان گفتگو، امکان انتقاد، امکان اصلاحات بسته بشه و باز هر کسی میره کار خودش رو میکنه، باز مسئولیتی هم نداره. ما تا آنجا که میشد حرف ما را خدمتشان عرض کردیم. میرا استاد زنده باشید. یه ویدئوی یکی از خویشاوندان شهید خیرخواه فرستاده، پیرو همون گفتمانی که شما مطرح کردی. دوستانی که اون بخش از صحبت آقای باربر رو شنیدن راجع به این که خیلی اون نکته ظریفه، خواهش میکنم اگر که متوجه نشدین، چون من سوالات رو دیدم بعضی اصلا نفهمیدن ایشون چی گفت، 10 بار برید اونجا رو دوباره گوش کنید. ایشان میگه اگر نگاه دینی که الان حاکمه بر جامعه تاجیک از این نوع باشه، میشه از این سوء استفاده کرد کمایی که طالبان کرد. یعنی ما با وجودی که پیروز شدیم، همه چی در اختیارمون بود، دوباره از رهگذر این تفکر حزب التحریر وارد شد، یک رخنه ایجاد کرد و یک طبقه رفت بالاتر، شد طالب و همین ممکنه داعش هم بشه. ایشان میگه این نگاه و روایت قابلیت اینو داره که بچه های ما رو افراطی بکنه، جوانانمون. و بعد توضیح میده میگه اگر میخواییم این حوزه تمدن رو با این نگاه تمدنی حفظ بکنیم، ضمن این که به اون نمادها بیشتر بپردازیم، نوع روایتی که از دیانت خودمون داریم رو باید تعدیل بکنیم. پیشنهادایی داره که تو فضای مجازی منتشر کرده، الان من نمیخوام بهش بپردازم، اما حرف خیلی اساسیه. یک نظریه پردازیه. بیشتر من دلم سوخت که وارد بحث‌های حاشیه‌ای شدیم، چون ایشون بعضی از حرفایی داره که
اساس گفتمان امروز جامعه روشنفکری افغانستان رو میتونه تحت تاثیر قرار بده و سوال‌ها میشه درباره‌اش بحث کرد، میتونه راهگشا باشه خارج از شعر. اصلا در حوزه گفتمانی چند بارم به خودش گفتم درباره بعضی‌هاش هم بحث کردیم، یکیش همین موضوعی که امشب باز کرده شد. از راهگذر همون موضوع یک کلیپی فرستادن از شهید خیرخواب، مربوط به شب یلدا هست و نزدیک هم داریم میشیم به شب یلدا. اینو گفتم در حضور آقای بارور پخش کنید، اینو پخش میکنم و بعد دیگه از تو خداحافظی میکنم. ببخشید من صداشو درست کنم. این شب یلداست. یا بودن تو خط بودی جوانان اینترنت هم ضعیفه، صدا بد میاد. آره نه اساس کیفیت صدای ویدئوی ارسالی خوب نیست، صداش ضعیفه. منم هر چی صدا رو تا آخر باز کردم. فکر کنم بیایم چیز کنیم، بیایم از خیر تصویر بگذاریم. من این صدا رو ببین، الان صدا بهتر شد. جمشید و جامش شبی بوزه و خاکش، شبی آفی و سعدی، شبی پارسی و مادی، شبی آزد، شبی پاک و منور. آلوان دید نباشن بیم همیا بودت ولی جوانانی هست که در جایی بودی هست که دیم شبیه قرار دیدن 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 نتانست نتانست آمد که شما این کمر بستن مطمئن باشیم، مطمئن همه خالد حالا همه چیز در نظر گرفتن. زنده باشید، خیلی ممنونم قبول کردی آمدی، رونق دادی به لایو ما، شعرات که خوندی لذت بردیم ازشون، خیلی خوب بود. اون پنج شیرنامه رو امیدوارم که به زودی بدیش به انتشار. به کجا رسید سرنوشتش؟ داره منتشر میشه؟ در امریکا بنا بود منتشر بشه، شد؟ چجوری شد اون؟ در اینجا یکم اینور اونور شده بود، بعد من دلم نشد که در بیرون از جغرافیا منتشر بشه. الان اینجا داریم روش کار میکنیم، ببینیم که به کجا میرسه. من علاقم اینه که در همین ایران منتشر شده، یا در تاجیکستان گفتن که اجازه نمیدن خط فارسی منتشر شده. این هم یکی از شرمهای دیگر تاریخی ما. در افغانستان هم که دیگر وضعیت فارسی آنگونه است. و این متن یک متن حاشیه داری بود، چند خودم فکر نمی کردم، ولی من این شامات کردم و اینو نوشتم. این وارد به اصطلاح زایده شده، این عمر خودش هم میکنه و میروه و من نگرانش نیستم، ولی نتانستیم حداقل آنچه که شایستش بود انجامش بدیم، ولی در مذاکره و مفاهمه هستیم، ببینیم به کجا میرتم. امیدوار هستم من اینجا منتشر شود. من از انتشار آنلاین و از انتشار این که در آمریکا منتشر شود یا در اروپا منتشر شود جلوگیری کردم که حداقل یک بار در جغرافیای خود فارسی متن ما بیایه، به اندازه یک کتاب بیرون شد و بعد از اون باز منتشرش میکنیم. آمادگی برایش گرفتیم، منتشر خواهد شد جناب استاد. زنده باشی، خبر خوبی بود، انشالله زودتر منتشر بشه. من دوستان کتابو دیدم، خیلی اثر خوبیه، اثر ماندگاریه و فکر میکنم یک دارایی برای ادبیات معاصر
فارسی و به ویژه ادبیات معاصر فارسی در افغانستان محسوب بشه. نفست گرم. انشالله شب یلدا اگر برنامه داشتیم میاریم یه مقدار از چند ابیاتی از پنجشیرنامه رو بخونی برامون. حتما جناب. حتما. خدا نگهدار. خدا حافظت باشه. خدا حافظ. سلامت باشه. خب دوستان من شنیدید آقای نجیب بارور عزیز و من خواهش میکنم ازتون کمک کنید که بتونیم این گفتمان رو، این گفتگوها رو از مفش‌های مختلف، آدم‌های مختلفی که نظرات متفاوت دارن بیاریم اینها رو با هم گپ بزنن. اگر شما کمک نکنید که این لایف‌ها دیده بشه، اگر کمک نکنید که نمیدونم چجوری توی بعضی وقتا می‌بینم بعضی از صمیمی‌ترین دوستای ما چون تکرار میشه زیاد لایف‌ها چون در میون الان داره برگزار میشه خسته شدن استوری نمی‌کنن دیگه، کمک کنید دیده بشه. نمیدونم اون دفعه قبل بعضی از بچه ها لطف میکردن میرفتن توی پیج این مشاهی سلیبریتی ها و اونجا معرفی میکردن هم کانال یوتیوب و هم اینجا رو، به خاطر اینکه مخاطب و بینندهی که علاقه داره به این محتوا بیشتر بشه. هر کاری از دستتون برمیاد انجام بدید دیگه. بزرگترین کمکی که الان میتونید به ما بکنید همینه که معرفی کنید ما رو و بتونیم این صدا رو به جامعه گسترده تری برسونیم. ما کارمون و چیزی که ازمون برمیاد اینه که تا این موقع شب بشینیم مطلب تهیه بکنیم. عزیزترین دوستانمون شاید ازمون ناراحت بشن به خاطر بعضی از لایف ها، اما کار خودمون رو بکنیم. شما هم اگر میخواید کاری بکنید و مؤثر باشید، خیلی هاتون میگه ما چجوری برای جبهه کار بکنیم، همین ما میخواییم این صدا رو منتقل بکنیم. چون وقتی همه صداها رو منتقل بکنی دوستان من، صدای برحق و صدای سالم در اون وسط خود به خود معرفی میشه. اصلا نیاز نیست شما دیگه نکته رو بگید. خب من نکته باقی نمونده ببینم آقای مشهور عزیز اگر هستن هنوز و نکته دارن استاد رو هم اضافه بکنن، خداحافظی بکنن. اگرم نیستن که من همینجا ازشون خداحافظی میکنم. استاد مشهور اگر تشریف دارید و فرمایشی دارید، نکته‌ای دارید، من شما رو بالا بیارم. اگر نه ای که من هم از طرف شما هم از طرف جناب آقای بارور عزیز از همه عزیزان خداحافظی میکنم. تقاضایی ندیدم اینجا از آقای مشکور، احتمالاً یا درگیرن یا کلامشون تمام شده. من خداحافظی میکنم از طرف ایشون، از همه شما. شب خوبی بود، حرفای خوبی زده شد. اما مختصر نکاتی هم که پیش اومد چیزای طبیعیه. آه استاد اضافه شد، بفرمایید. آیه مشکور اگه نکته‌ای مونده بگید. نشریه های زرمان مسئله دارن میگن مشتری آخر شب خونش گردن خودش. الان هم آخر شبه، ما گرده دوباره شما شدیم در خدمتیم. نکته باقی مونده شیخ بفرمایید که تمام کنیم بایدوری. یه دعا هم بفرمایید. خواهش میکنم. من اول نکته که به ذهنم میرسه آقای جعفریان عزیز به مخاطبا بگم، به شما نمیگم، شما اینو نشنیده بگیرید. ببین ما ظرفیت های فراوانی داریم. این که آقای جعفریان عزیز مجروح مقاومت اول، انسانی که شاید در ایران با این مشخص هایی که ایشان داره 10 نفر نداشته باشیم، زن و اولادش را در مشهد رها میکنه و میایه مثلا دوباره یک روندی را میندازه برای حمایت از ملت افغانستان، برای حمایت از مقاومت. من فهم میکنم ما هم یاد بگیریم که هر کسی به اندازه توان خودش به مکملی داستان بشه، ممدی داستان بشه. من آقای جعفریان فراوان یاد گرفتیم و فراوان انرژی گرفتیم. ایشان کسی است که برای سوار شدن به ماشین سختی داره، برای بالا رفتن از راهپله ها مشکل داره، ولی که شما ببینین که در طول 25 سال گذشته ایشان از بدخشان تا پنجشیر تا کابل تا قندهار در مقاومت، در رسانه، در فرهنگ، در شعر، در ادبیات کجا بوده که آدم با ما شما همراهی نکرده. ایشان خودش کارشناس ارشد افغانستان است و از خیلی از ماها مثلا افغانستان بهتر میفهمه، ماها رو بیشتر میشناسه، حتی شاید ایشان بعضی از ماها رو از خود ما بیشتر و بهتر بشناسه. ولی ما
انرژی میگیرم از این که الان ایشان در شهر دوشنبه در یک اتاق تنها که اتاق من رفتم دیدم با کمترین امکانات، بدون کسی بهش حقوق بده، بدون کسی بهش معاش بده، و ما مردم افغانستان ممنونش هستیم، مدیونش هستیم. ایشان خودش این داستان صاحب اراده است، صاحب برنامه است، صاحب اختیار است و ما پشت دست ایشان کار میکنیم. من بانو سرباز از شبی که لایفای خودش رو بکرده با همه گرفتاری که دارم، چی در مسیر بودیم، چی در ویانا بودیم، چی اینجا بودیم، تلاش کردم به عنوان یک نفر بیام کنارش باشم. سرباز کوچیک هستم، ازشان خیلی سو یاد گرفتیم و کوشش کنیم به سایر افغانهام همین لایف حمایت کنیم، نه تنها به این شکلی که شرکت کنیم معرفی کنیم، بر تداوم از این واقعا یک برنامه داشته باشیم. بگذاریم من با صراحت به شما عرض بکنم که ایشان نگفته و ایشان نمیگه. وقتی ایشان وارد فضا شده، جبهه مقاومت یک جبهه غریب است، یک جبهه است که هیچ کس او رو کمک نمیکنه از امکانات مادی، اما وقتی که ایشان ایثار کرده، من همه چی صدا میکنم بر تمام افغانای با غیرت. شاید در یک لایف دیگه مفصل بگیم با شما، در جایی که بنویسم شاید با شما تماس بگیرم. من همه چی صدا میکنم. حالا که این روند جدید لایف های تاثیرگذار و گفتمان ساز آقای جعفریان صاحب شروع شده، نگذارید که لایف ها قطع شوند. هر کسی در هر جایی که صدای ما رو میشنوه، همین صدای مقاومت رو ثبتین تا بلک جایی بسیار بالا برسیم. آقای جعفریان هم علمش داره، هم تواناییش داره، هم روحیش داره، هم ارادهش داره. ایشان تنها نگذاریم. شرم بر ما باد که این برنامهش خراب بکنیم، ممد برنامهش باشیم. من تلاش میکنم که پشت دستشان حرکت بکنم، با ایشان باشم. ما و شما در هر جایی از گیتی هستیم و صدای ما رو فردا یا پس فردا میشنوین. هر کسی به اندازه توان و ظرفیتی که داره با خودشان یا با ما تماس بگیره که بتونیم تداوم حضورشان در دوشنبه یا تداوم برنامه ایشان به شکل مستمر و قویتر و جامعتر در عرصه رسانه بویژه همین لایف های غریبانه استاد جعفریان داشته باشیم. جعفریان عزیز، مزرای دور دست میبوسم. یکی از فرزند نازنینت خیلی سخت است، خیلی سخت است، کاری جیگرت است، به خاطر افغانستان، به خاطر مقاومت ما، به خاطر هندوکش، به خاطر ادبیات، به خاطر آزادی و عدالت و به خاطر خیلی از ارزش‌های مشترک میایی الان تحمل میکنی. من شما هم خیلی مشکلات در دوشنبه، در مقاومت، در جامعه افغانستان از جهات مختلف میفهمیم و من افتخار میکنم، ما افتخار میکنیم که آقای جعفریان را داریم. بخواستم در این آخر که چون جو جلسه امروز ما خیلی واقعی، خیلی عادی، خیلی طبیعی، بالاخره باید چالش باشه، باید ما ضعف استدلال خود و قدرت استدلال خود بفهمیم. من شما تشکر میکنم و دوستای مقاومت بفهمن که کار که آقای جعفریان میکنه، چون که در گذشته انجام، بالاخره کار ویژه است. ایره هر کس با سطح تحلیل طفلانه خودش نمیفهمه. این مقدار که شما اگر عمیق باشین، اگر مطالعه داشته باشین، اگر بصیرت داشته باشین، میفهمین که اینمی روان شما رو به پیروزی میرسانه و اینمی لایفای غریبانه گفتمان سازی میکنه و تمام اونمو حتی میتونه به عنوان پدافند غیر عاملتان نقشای امنیتی و دستای امنیتی و حتی تمام ظرفیت های طالب خونسا بسازه. به خاطر خدا، به خاطر شهدا، به خاطر افغانستان کنار آقای جعفریان ایستاد شوین و حمایتش کنه. آقای جعفریان عزیز، شبت بخیر باشه و قطعا خواهرم در مشهد تا می لحظه اوام بیدارست میشنوه. من از اونا تشکر میکنم که فراق را تحمل میکنن و یقینا هم در دنیا هم در آخرت جایگاه خیلی بلندی خواهند داشت. ما در طول دو سال زحماتی بانوی بزرگوار فراموش نمیکنیم. یادت هست آقای جعفریان که ایشان موبایل سرد میکرد، اون شبای اول موبایل که داغ میشد، بعد خدمت شما که ایشان چطوری موبایل ها رو میرفت با اون مرغ و خلاصه داخل فریزر میکشید. اعداد مادی آقای جعفریان وضعیتش هیچ تغییر نکرده، لایفش تغییر نکرده. ظرفیت ها هست، یعنی ما ناتوان نیستیم، ما نیاز به کشورها و دولت ها نداریم، اما خود مردم ما توانایی رو دارن که انشالله امدفع جدیتر با غیرت و با بصیرت پشت سر جناب آقای جعفریان ایستاد شوند تا ما در بخش رسانه دیگه ضعف نداشته باشیم. چون در ماهای گذشته بدون آقای جعفریان ما عملیات داشتیم، پیش از دوست گرامی ما شاید مثلا خبر نداشتن. ما برشان تکرار میکنم، از ماه سپتامبر جناب آقای جعفریان اوش آمد کردم، ما در میدان 57 عملیات داشتیم. نگیم که عملیات وجود نداره، نگیم که میدان وجود نداره، ما هرچی هم در دیپلماسی داریم از اون برکت میدان است. طبیعتا باید میدان تقویت شود،
توصیه ما به نظامی های ما و بزرگای ما، خواهش ما به اونها است که تمام ظرفیت ها رو بسیج بسازن، برنامه های جدید روی دست بگیرن که ما بتونیم در دیپلماسی و هم در میدان مشترکاً به اهداف که تعیین شده انشالله برسیم. شبت بخیر آقای جعفریان، صورت میبوسم، التماس دعا داریم خدا انشالله قلب نازنین حضرت حجت را در ایام شهادت از زهرا همه ما شاد بگردانه و امیدواریم که خداوند متعال عاقبت ما را ختم به خیر بگردانه. هستیم بر آن عهدی که بستیم. زنده باشید. ببینید آقای مسعود، این که یک کسی مثل آقای بارور میتونه با آدم نظری پردازی حرف درستی داره، میتونه بیاد این گفتمان رو با شما داشته باشه، این یک همینطور که گفتی امشب یک اتفاق مبارک افتاد. تو فکر کن الان جای تو یک جنرال میبود، فردا صبح یک نفر میفرستاد که بره اونو بکشه، نمیومد باش بحث بکنه. که خدا شما هستین که میتونین با هم حرف بزنین، این خیلی خوبه. و این خدا رو شو که این درا داره باز میشه، شروعه به همینطور که گفتی طبیعیه. یه نکته هم بگم برادران که اینجا ازشون یاد میشه، مثلا آقای مشکور از به یکی انتقاد داره یه کلامی میگه، یا آقای باربر داره که انتقام داره، این به این معنی نیست که انتقاد من هم دارم. بعضی نام ها اینجا برده شد، مثلا آقای بسم الله خان، من خیلی آدم رو دوست دارم، اینقدر بهش احترام دارم با وجودی که بهش انتقاد دارم، اونم انتقادی دارم به این دلیل که نگفته هنوز که آقا چرا در زمان لازم دست به کودتا از دهان بازه. شاید وقتی که دهان باز کنه توضیح بده من خجالت زده بشم از اینکه اصلا در این باره فکر کردم و بسیار شیفته این آدم هستم، براش احترام قائلم. اما خب یکی هم میاد ازش انتقاد میکنه، من به عنوان مجری اینجا مدافع یا مثلا روایتونی آقای بسم الله خان نیستم که بگم، با وجود پشت دوربین رفیق منه، منو همین چند شب پیش مهمانش بودم، خیلی برای من عزیزه، خود ایشان میدونه، ایشان هم چقدر منو دوست داره بیشتر از لیاقتم. اما یاد بگیریم که این چیزا طبیعیه دیگه، لایو یکی میاد میگه میره، همینطور که امشب کلی چیز گفته شد درباره آقای مشکور هم رد شد دیگه، موارد رو گفت و حرف خود سوزد رد شد. شبای بعد هم همین خواهد بود، داریم تلاش میکنیم. اگر دوستان، اینو بگم و خداحافظی بکنم، اگر که با مجموعه طالبان ارتباط دارین و اونها، ما چند بار آوردیم از بچه های طالب ولی الان دیگه من براشون پیغام گذاشتم، ارتباط قطع شد، اگر حرف برای گفتن دارن، این نماینده جبهه مقاومت آقای مشکور یکیشون میاد مناظره کنید، بیاید جواب این سوال رو بدید، یا هر کی شما انتخاب میکنید، اینا ایشان وجود، شما بیاید دلایلتون رو بگید برای دفاع از امارت اسلامیتون، ایشون هم بیاد دلایلش رو که برای نفیش دید. چه میدونم ایشون رو قبول ندارید، بگید میخواید مولوی حسام بیاد، مولوی حسام هر کی که شما میگید بیاید حرف بزنید، بیاید بذارید مردم بشنون و به نسبت دلایلی که میارید، مستندات که میارید قضاوت کنند. شبتون بخیر باشه. یک سال استاد جعفری، سال خصوصی، به نظر شما من در این میدان مبارزه با این لباسا باشم خوبه یا بدون لباسا باشم خوبه؟ من که نظرم رو گفتم استاد، من به آقای اینو بگید به من، این یک موفقیته، این که ببینید ما وقتی دفاع میکنیم میگیم آقا در حوزه، اول اینکه نجیب با مزه یه چیزی گفت برای نجیب تایید تکلیف نکنیم، بهش گفتم برای چی بلا لباس مرد خندش گره خودش، نه اون اقام هم چیزی نداره، میدونید ذهنیت ایشون اینه، آقای نجیب میگه چون نسبت به این لباس داوری وجود دارد، این برای جبهه ممکنه آورده منفی یا مثبت داشته باشه، از این منظر داشت نگاه میکرد. اما من نظرم چیه آقای دوستانی که این اعتقادو داریم، ما وقتی میگیم در جبهه همه اقشار باشن، خب ایمان یک نماینده، همینطور که مولوی حسامو داریم در کنفرانس تهران در کنار احمد مسعود با در قامت مولوی تشریف بردن، بودن تو کنفرانس هم بودن، چقدر خوب، همینطور که آقای اسماعیل خان هنوز اون دستمال بومی اعتزاز رو کلش میبنده میاد، ایشان هم به عنوان یک نماینده روحانیت تشیع باعث تنوع در جبهه هست، این ویژگی به نظر من اتفاقا اصرار دارم آقا اگر میری جایی در نیار لباستون. حالا نجیبم دلایلی داره میگه آقا این آورده منفی داره به این دلیل در بیار، حالا خود این آدم در نهایت تصمیم میگیره که داره یا نداره، اینا اصلا موضوع مهمی نیست، نباید واردش بشه.
فقط میخوام بگم برای اطمینان خاطر ایشان، برای اطمینان خاطر ایشان، بالاخره من خودم هم به اصطلاح دغدغه دارم که مبادا این لباسی که حرمت داره پیش مردم، احترام داره، جایی برم با کسایی بشینم که حرمتی لباس بشکنه. ولی شما خروجی این داستان رو از دوستایی در ویانا بودن سوال کنید که دوستان غربی که در روند ویانا حضور شیخ مشکور کابل دیدن، کسایی در اتریش هستن، یعنی ما وقت بودن پارلمان، انتباهی اونا از این لباس و سایب این لباس خوب بود یا بد بوده؟ من خودم باورم اینه که اگر احساس کنم جایی بودن من لغوه یا این ادبیات اشتباهی، من اصلاحش میکنم. یا در مسکو جناب جعفران سوال کنید که بالاخره در داخل خود و فضا، بیرون که برای مسلمان ها، برای مؤمنین، برای روحانیت و خیلی کسا بالاخره این بحث جدیه که بودن یک فردی با این روحیه، با این اصالت مهمه. از خود روسا سوال کنید، از مثلا شما سوال کنید، حتی حضور من در دوشنبه یا جای دیگه، اونجا زننده بوده یا مفید بوده؟ از اونا سوال کنید، از میدان دیپلماسی سوال بکنید، از خود آقای دکتر اسپانتا سوال بکنید، یک جای خصوصی از سایر دوستا سوال کنید که این آدم با اونجا آمده ممد و مکمل کار شما بوده یا مخرب بوده؟ ما که هم نظریم، نیاز به این تاکید نداره، اما میگم آقای باربرم آدم شما، آقای باربرم آدم کوچکی نیست، آدم مستدلیه، آدمیه که با منطق حرف، اونم دلایلی داره که حالا بر اساس اون دلایل یک شب اصلا اگر براش اهمیت داشته باشه میتونیم خصوصی بشینیم بحث بکنیم، هم دیگر رو قانع بکنیم، جلو چشم مردم هم نباشه، اونم دلایلی داره و دلایل شنیدنیه. اما من معتقدم برایند مسئله همین نکته بود که فرمودید. شبتون بخیر باشه، خیلی ممنون که تشریف آوردید، انشالله باز هم ما بتونیم شما رو کنار خودمون داشته باشیم. خدا نگهدارتون باشه، شبتون بخیر. خب دوستان من، اینا بس جناب آقای کابلی، خدا رو شکر که هر دو بزرگوار با شادمانی و با دل صاف از لایو ما رفتن. این اختلافات، اختلاف نظرات طبیعیه. به هر حال هم آقای باربر انسان باسواد و کتابخوان و صاحب نظر و بزرگواریه، آدم کوچکی نیست، هم آقای کابلی به همین ترتیب سوابقی داره، کتابایی که نوشته، حضوری که داشته و گاهی از این شکرنجی ها پیش میاد و طبیعیه، جدی نگیرین، باعث رشد میشه اتفاقا. یک چیزی میگن، یک حکایتی میگن، اینو بگم و عرضم تمام بکنم، خیلی بامزه است. میگن دو نفر رفتن پیش مولانا و گفتن که پیش شمس یا مولانا، گفتن که ما خیلی دوستان صمیمی هستیم با هم و ما رو دعا کن. گفت چقدر صمیمی؟ این گفت خیلی، اصلا یک روحیم در دو بدن و از برادر نزدیکترین به هم دیگه. بعد حالا شمس یا مولانا هر کدام بود ازش سوال کرد، گفت حال به حال با هم بحث هم کردین، صداتون روی هم بلند شده، دعوا کردین؟ اونا گفتن نه، ما خیلی با هم دوستیم، الله اکبر، دعوا کنیم. گفت پس اگه با هم جر و بحث نکردین، دعوا نکردین، دروغ میگین، دوست صمیمی نیست. دوستای صمیمی خلاصه حتما جایی با هم دیگه سر اختلاف نظرهاشون بحث ممکنه داشته باشن، بگن، بشنون، طبیعی. ما در شبهای بعد همینطور لایف ها رو مرتب خواهیم داشت، ارتباط داشته باشید با ما، کمک کنید دیده بشیم. مهمان خوبی اگر سراغ دارید به ما معرفی کنید، دوستای طالب اگر میخوان بیان حرف بزنن، در یا کسانی که اعتقاد به امارت دارن، توان دفاع ازش رو دارن و فکر میکنن حکومتی که در اونجا، حکومت نامشروعی که اونجا هست و به رسمیت شناخته نشده، حکومت مناسبی هست و باید نامه پیدا بکنه، اینا در دایرکت پیام بدن، ما ببینیم اگه سواد کافی برای دفاع کردن دارن بیاریمشون استفاده بکنیم. این که تاکید میکنن سواد کافی، چون ما چند بار آوردیم دیگه، یه شب یکیشون آوردیم، دو سه تا جمله بلد بود، همش همونا رو تکرار میکرد، باعث شد بقیه خسته شدن، بعد به من پیام دادن که آقا نیاری اینا رو واضح. ببخشید لایف طولانی شد، هر کجا هستید خدا نگهدارتون، شب و روز و نیمه شب و صبح زودتون و هر جا که هستید وقتتون بخیر باشه. یا علی مدد، خدا نگهدار.